تاب بیارین در برابر ناملایمت هایی که در زندگی دوچارشان میشین و مبارزه کنین در برابر سختی ها و دشواری های زندگیتون. برنامه را آغاز میکنیم دعوت از اساتید مسلمانان، چرا؟ چون دوستان ویدیوهایی را که میفرستن صحبت میکنیم، صحبت میکنن، میبینیم و متوجه میشیم متاسفانه که جای گفتگو، مکان گفتگو، محل گفتگو برنامه های خود اونها نیست و مشکل است که ما در برنامه های اونها برویم و گفتگو کنیم. چرا؟ چون جایی که آزادی بیان نباشه، خب وجود یک انسان به عنوان یک انسان آزاد محال است و تقریبا میشه گفت ناممکن. حالا ما برنامه گرفتیم تا در خدمت دوستان مسلمان ما باشیم، در خدمت اساتیدشان باشیم و استادهایشان، بزرگانشان بیاین و با ما گفتگو کنن. برنامه ها را کماکان ما میبینیم و متوجه میشیم که وقتی دوستان آزاداندیش ما وارد برنامه میشن، با اونها میرن صحبت میکنن، خب چی کار میشه؟ متاسفانه نه وقت برایشان داده میشه، نه اجازه میدن که صحبت کنن و نه در نهایت متاسفانه میتونیم ما استنتاجی داشته باشیم. کدام استنتاجی وجود نداره و نتیجه گیری از این بحث ها محال است. چرا؟ چون متاسفانه اونجا جایی نیست که گفتگو صورت بگیره و ما بتونیم گفتگو کنیم و همراهشون صحبت کنیم. بنان ما برنامه برگزار میکنیم تا بیاین و جایی که امکان است، امکانش از صحبت کنن با ما باشه. دوستان عزیز، از مدراتور عزیز خواهش میکنم که در برنامه، در جریان برنامه، کسانی که مدراتور هستن مشغول دعواهای شخصی با کس نشن، یعنی با کس در مورد خانواده کس، در مورد مشخصات شخصی افراد مدراتورا کامنت نتن. چرا؟ چون این کامنت ها اسکرین شات گرفته میشه و بعدا ما پاسخگو خواهیم بود. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز جلوگیری کنین از این مسئله. و مسئله بعدی این که اگر مسلمانان توهین میکنن، یکی دوبار برایشان بگوییم. اگر دیدین که نهایتاً و نزاکتاً نمیفهمن، نمیدونن، نفهم هستن، خب میتونین میوتشان کنین تا آخر برنامه و برن پشت کارشون. چرا؟ چون کامنت ها را من اکثر اوقات میخوانم و مجبور میشم که با شما دوستان بگویم که بعضی کامنت هایی که واقعا ناخوشایند هستن و خود دوستان ما حذف باید شوند و ما اونا را باید حذف شون کنیم. و بعضی اوقات حواس ما را هم کامنت ها پرت میکنن متاسفانه. شما دوستان عزیز میدانین که مسلمانان کسانی هستند که برای دفاع از دینشان چیزی جز حمله شخصی در طول تاریخ نداشتند و در طول تاریخ چیزی جز این که تهمت ببندن و به مغالطه حمله شخصی متوسل شوند چیز دیگری برای گفتن نداشتند. ما هم داریم اشتباهاتی، ما هم داریم در جاهایی که به طور مثال متن عربی را میخوانیم، متن فارسی را میخوانیم، امکان داره مشکلاتی به وجود بیاید، امکان داره تلفظ ما اشتباه باشه، امکان داره متن اشتباه بخونیم. ما جامع الکمالات نیستیم، انسان عاری از اشتباه و خطا نیست، این ما همه باید بدونیم. و مسلمانانی که وارد برنامه میشن، خب به چه چیزی گیر میتن؟ به اینکه لباست چگونه است، به اینکه تتو داری، به اینکه موهای چگونه است، به اینکه زیبا هستی، به اینکه زشت هستی و فلان بهمان. چرا؟ چون مسلمان در قرن 21 حتی در زمان حیات محمد از این کتاب نمیتونست دفاع کنه. پیامبرشان با مخالفین خود شمشیر پیش میکرد. مسلمانان کسانی نیستند که بتونن از این کتاب دفاع کنن. مسلمانان کسانی نیستند که بتونن از اعتقاداتشان دفاع کنن. اگر اسلام از اعتقاداتش دفاع کردن بلد بود، ما دیگر امروز مسلمان میبودیم. چی بسا که مسلمانان اسلام قابلیت دفاع از خودش را نداشته. هدف ما از اسلام، اسلام فردی نیست، اسلام فردی نیست که بیاید چیکار کنه، دفاع کنه. اما کتبی که نوشته شدن، اینها اسلام را ساختن، قرآن و سنت اسلام را ساختن. مسلمانان میان دنبال چی در برنامه ها؟ خب دنبال این که
ببینیم که چگونه لباس پوشیدن، ببینیم که دستهایشان خالکوبی دارن، ببینیم که استایل موهایشان چگونه هست، ببینیم که اینا فیلتر استفاده میکنن، ببینیم که اینا فیلتر استفاده میکنن، در حالی که خب شاید بعضی هایشان از بس خشن هستن، هم از نگاهی ظاهری هم از نگاهی روانی و ذهنی، فکر میکنن که همه جهان باید خشن باشه، همه جهان نباید لبخند بزنه، انسان زیبا را دیده نمیتونن. چرا؟ چون زیبایی در سرشتشان نیست، زیبایی در سرشتشان نیست، زیبایی در عقایدشان وجود نداره، زیبا پسند زیبا پذیر نیستن، مشکلشان همین است. میپردازن به بیشرافتی و رزالت همیشگیشان. خب حالا گذشته از این مسائل، ما دنبال مدل شدن، مدل بودن و پروگرام های زیبایی نیستیم. ما دنبال این نیستیم که برای ما همسر پیدا کنیم در شبکه های مجازی. ما دنبال این مسائل نیستیم. ما اینجا آمدیم، اگر حتی صدای ما برایتان کافی باشه، نقد ما برایتان کافی باشه، نظرم دستاورد بزرگی است. شما نمیایین که نقد را بشنوین، شما نمیایین که استدلال را بشنوین، مفهوم را بشنوین. این گونه است، اینت آن گونه است. بذار که من تصویرم را بزرگ کنم. باید جان خوش آمدی. لباست این گونه است و طرز نگاهت برای ما جالب نیست. طرز نگاهت حشری و سکسی هست. دیگه چیزی که برای گفتن ندارم. چرا؟ چون اسلام باعث شده که مسلمان چشمش، روانش، هوشش و حواسش در آلت و در خون غرق بشه. مشکل اساسی هم اینجاست. اسلام نتونستم موجود خوب به جامعه تقدیم کنم. اسلام نتونستم موجود اهلی متاسفانه به جامعه تقدیم کنم. بجز چند فردی که یا میگم میکشمت، یا گی هستی، یا مادرت شادی است، یا پدرت شادی است، یا بیا من منبع الهاد را برای ما معرفی کن که تو بد اخلاق هستی. خب شما فرض کنین عزیزان، ما در برابر گروهی قرار گرفتیم. این گروه برای این که زنشان را تکفیر کنن، کافی است که زنشان یک شبی به میل و خواسته جنسیشان بگوین نه. خواهرشان را تکفیر کنن اگر خواهرشان برایشان بگه که تو برادرم نیستی. مادرشان را تکفیر کنن اگر مادرشان پیش رویشان نماز بخونه، تحریکشان میکنه. بنابراین این ناملایمتی که در زندگی ما هست دوستان عزیز، بخصوص در سیطره نقد اسلام، ما باید اینها را تاب بیاریم و توان داشته باشیم و نتیجهش را ما روز به روز میبینیم که هموطنان ما از این آیین نجات پیدا میکنن. امین که ما در تیک تاک آمدم 4 ماه قبل یا 3 ماه قبل، همه این اسلامگرایان هر کدامشان به چی اندازه برنامه هایشان بیننده داشت؟ حداقل بالای 500 نفر بیننده داشتن. بالای 500 نفر بیننده داشتن. حالا برنامه های مشترک میگیرن و مشترکشان 100 نفر نمیشه دوستان عزیز. حالا باید داشته باشین که این خودش نتیجه ما هست، این خودش دستاورد ما هست که دکانشان را کمرنگ کردیم، دیگر از مردم گیف جمع کردن هم میتونن، دیگر مردم را با پرواز خر دنبال نخود سیاه روان کردن هم میتونن و به همین مسیر ما پیش میریم، ادامه میدیم تا وقتی که به شبکه مجازی دیگر فرار کنن و ما دعوتشان کردیم بیاین مناظره میکنیم، بیاین گفتگو میکنیم، با تصویرتان، با تصویر ما منظم و در خدمت شما قرار داریم. نه چی کار کردن؟ ویدیو را میگیرن، قسمتایش را میبرن. یک اشتباهی که مثلا من ناگاه و نگاه را، چون ما وقتی گوشی را میگیرم به این شکل، من از گوشی میخونم متن روایت را و روایت در اینجا در گوشیم هست در اینجا و من از کمره گوشی خودم میخونم. چی کار میکنن؟ یک تا ناگاه را نگاه من تلفظ میکنم، میگن کاوش بی سواد است. و یا بی سواد. چرا؟ چون ناگاه را نگاه تلفظ کرد. چون همه ما میدانیم که ناگاه به یک شکل نوشته میشه، نگاه به یک شکل نوشته میشه. دیگر حرفی برای گفتن نه. حالا در لابلای برنامه مالکشی هایی که از برنامه های جدیدشان هست، اونها را من برایتان معرفی میکنم. من نام نمیگیرم، از شما هم خواهش میکنم که در برنامه، در جریان برنامه از این افراد نام نگیرید. دکانشان سرد است، دکانشان دیگه کارشان تمام است، فقط یکی 2 ماه دیگه. اسم وعده‌ای که برایشان داده بودم که از تیک تاک جمعتان میکنم و اجازه نمیتونم که دیگه مردم ما را بخورین، از مردم ما گیفت بگیرین، جمعشان میکنیم. ما به این وعده ام تا وقتی که وفا نکنم این شبکه مجازی را ترک نخواهم.
حیات داشته باشه. خب پویا جان در خدمت شما قرار داریم عزیز. قربانت کاوش عزیز، درود خدمت همه عزیزان که ما را شنونده و بیننده هستند. امید که همه خوب و صحتمند باشند. بیبی کاوش عزیز، این دعوت ها سالیان سال هست که وجود داشته و این آخوندک ها و ملاها که هستند گاه گاهی اینا یک قسم خودشان تومه قرار می گرفتند، حضور پیدا میکردن در بس ها و اونجا میدیدن که توانایی خود را و دین خود را میدیدن که نه نمیتونن شرکت بکنن. بعد اونجا بود که بعد از اون صحبت ها دیگر در هیچ جای حضور پیدا نمیکنن و نمیاین شرکت نمیکنن. حالا ما و خودت یک البته در یک برنامه که بودیم یک آخوند بود به نام خدامیان بود، خادمیان بود اگر به یادت باشه، خدامیان این آقا حدوداً 60 کتاب ببخشید این آقا حدوداً 60 کتاب در باب اسلام نوشته و با یک صحبت 10 دقیقه‌ای که با خودت کرد بعد از او پیام میفرستاد که ببخشین و کوشش کنین که این قسمت هایی که ضبط شده ایره نگذارین که برای من مشکل ساز میشه در جمهوری اسلامی ایران، به خاطر که دفاع نمیتونست از اسلام بکنه. فردی که 60 کتاب در مورد اسلام نوشته بود نتونست از اسلام دفاع کنه، ولی امید داریم که این در گفتگو باز بشه و اون خواسته که مسلمانان دارن میگن که توهین به اسلام نشه، ما که توهین نمی کنیم، ما طبق منابع خودشان صحبت میکنیم و بحث میکنیم، همین در باز بشه که مسلمانان بیاین و صحبت بکنن در روم های خودشان، در لایف های خودشان که اجازه نمیدن. در لایف های ما هم گاهگاهی میاین گاهگاهی نمیاین، ولی اون اساتید مهم هست. اون اساتید حالا یک دانش هست که در پشت لایک که هست کاوشان، او همه ای ما و شما را بلاک کرده، همه را بلاک کرده که ما نتانیم در رومش وجود پیدا بکنیم در لایفش. بله که نمیتونیم او را ببینیم. خب بعد اونجا چون ما نمیتونیم لایف هایش را ببینیم، اگرچه چند روز پیش دکستر عزیز در لایفش رفته بود دجانش که آخر در آخر شد که او را پایین انداختن. اینا غیر از بلاک و پایین انداختن کار ندارن، ولی امید هست که این دروازه باز بشه و بتانیم صحبت بکنیم. سپاس کاوش عزیز. انام عزیز رام درود میگم، قاسم انام بزرگوار ایشان ندارن متاسفانه، فالوور نمیتونن بالا بیاین. قاسم انام عزیز دوستان فالو کنین که ایشان غنیمت روزگار هستن، اگر بالا بیاین صحبتی داشته باشن نیاز به فالوور شاید داشته باشن برای اینکه بالا بتونن بیاین. از پوی عزیز سپاسگزار هستم، از مسعود عزیز خوشمند هستم که صحبتشان را آغاز کنند، در خدمت هستیم. سلام درود، من بذارید اصلا تصویرم رو هم باز بکنم، امیدوارم که تصویرم هم دیده بشه و با دیدمش تصویر صحبت بکنم و خدمت شما عرض بکنم چیزی که من رو مجاب کرد که من الان اسا ادب بکنم و خدمت محضر شما برسم. یک سری شایعات نه چندان دوری، حالا شما نمیشنوید 100% چون که سرتون خیلی شروع کرد، چون که خیلی طرف من داره میاد، به همین خاطر من اومدم بالا که واقعا من و شما آیا مشکلی با هم دیگه داریم؟ فکر نمی کنم، من ندارم اصلا هیچ وقت پیش نیومده. ما که با هیچ کسی در شبکه مجازی مشکل شخصی ندارم عزیز من، با هیچ کسی ما هیچ مشکلی نداریم، ولی بعضی از دوستان یک جورایی دارن به این سور دارن میدن من که اتیستا با هم دیگه مشکل دارن، نمیدونم فلان. من نمیدونم اصلا شما خودشون اتیست میدونید یا نمیدونید، هر کسی اختیار خودشو داره، ولی من به عنوان یک اتیست و احتمال 99.9% شما هم به عنوان یک اتیست، ما هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم. اگر هم ما با هم دیگه، من این رو فقط خواستم اینجا بیام بگم، اگر ما با هم دیگه شاید لایو نمیذاریم، شاید نمیام، شاید من در لایو ایشون نمیام، من هستم این شنونده هستم و این رو با افتخار بگم و چون که با تصویرم بگم، هر کسی خواست هم ویدیو بگیره، من با افتخار میگم کاوش استاد من هست، من از ایشون یاد میگیرم و بی هیچ نمیدونم
کم و کاستی میگم که من شاگرد ایشون هستم. و اینکه من بالا نمیام چون که توی لایو من اومده میدن که شما تشریف بیاری توی تشریف که چه عرض بکنم، گفتن که بیان داخل لایو آقای کاوش، گفتم خب کاوش آقای یک آقای ATS و من هم یک آقای ATS، خب ما چی داریم با هم دیگه میگه. من بیام کاوش رو بهبا و چهچه بکنم، کاوش من رو بهبا و چهچه بکنه، ما چیزی برای نمیدونم ارائه نداریم. پس اینی که من پایین باشم، شنونده باشم، کاوش استاد منه، این رو با افتخار میگم که جزء افتخارات من هست که کاوش افتخار من هست که هست، داره کار میکنه و من ازش یاد گرفتم، خیلی چیزها رو من ازش یاد گرفتم و هستیم. این رو فقط که من اومدم اینجا بالا، خب که این رو عرض بکنم که حالا کاوش جان فکر میکنم که در صحبتهای خودشون نظر خودشون میگم. من مسعود حمیدی فرق اینجا هستم، هیچ گونه مشکلی نه با پویا دارم، نه با کاوش دارم، نه با چیز دارم. اگر یک سری اختلاف نظراتی هست، اختلاف نظرات بین همه ما احتمال دارد وجود داشته باشد، ولی اینکه مشکل شخصی با هم دیگه داشته باشیم، مشکل اینکه من عمدن توی لایو ایشون نیام یا ایشون عمدن توی لایو من نیاد نیست. اگر ایشون توی لایو من بالا نمیاد بابت اینه که نه من چیزی دارم که به ایشون مخالفت بکنم، نه ایشون چیز داره که با من مخالفت بکنم. اگر برعکسش من بکنیم، خب برعکسی شاید اینجوریه که من باید یاد بگیرم در لایو آقای کاوش و آقای پویای عزیز. من فقط همین رو میخواستم بگم که چون که خیلی در لایوهای من داره استفاده میشه، من به همین خاطر کلا لایو تیک تاک رو هم کنار گذاشتم و اتفاقا بحثش هم شد به من گفتن خیلی کم کاری، گفتم خود دوستان دارن کار میکنن و هستن، من بیشتر از من بلدن، جای استاد من هستم و دوستان خیلی فعالانه دارن کار میکنن و خیلی خوب هم دارن کار میکنن و من دارم یاد میگیرم ازشون. ببخشید من اگر شاید بدون اجازه شما استاد بزرگوار اومدم صحبت کردم. جان نداره، مشکلی نیست عزیز ماستی. مسعود جان ببین عزیز من، یک مسئله رو من میخواستم بگم، منتظر بودم کلام خودت منعقد بشه تا اینکه مزاحمتی به خودت ایجاد نشه. برای من هر کسی که قصدش روشنگری هست بدون منافع شخصی که در نظر داشته باشه که از راه روشنگری به دست بیاره عزیز است، چی شما باشه، چی فردی از آمریکا باشه، چی فردی از آفریقا باشه، چی فردی از افغانستان باشه، همه شما برای ما همرزم هستیم. همه شما، ما همه همرزم هستیم و مسیر ما یک مسیر است. بیماری که مردم ما به اون بیماری دچار هستن یک بیماری هست. مشکلات مردم ما چی در ایران چی در افغانستان همون مشکلات ملا و آخوند و اسلام و قرآن و قصاص و دست بریدن و محرومیت زنان ما هست، محرومیت اولاد وطن ما هست، فرزندان وطن ما هست، جوانان وطن ما هست. یعنی ما اگر واقعا بگویم درد مغالطه نشه، درد ما مشترک است که مغالطه توسل به احساسات نشه. حالا برای ما مسعود جان، شما عزیز هستین، هر کسی که فعالیتی میکنه، کوشش میکنه از چای جهلی که سالهاست در اونجا سنگ ها را انداختن، اون سنگ های جهالت را بیرون بکشه و آب اونچا را برای نوشیدن آماده بسازه، همرزم من هست. شما هم یکی از همون افراد هستین که من برای تان اخلاص داشتم، اخلاص دارم. دوستان میدونن وقتی در کلاب هاوس آمدین، من واقعا خوشحال بودم که در کلاب هاوس آمدین، برنامه داشتین. من در برنامه که نامتان را دیدم گفتم مسعود جان را بالا بیارین که دیر وقتی شده صدای شما نشنیده. برای من همیشه عزیز بودی و عزیز هستی عزیز من. اما مسعود عزیز، یگانه چیزی که مشکل ساز شد، بعضی از افراد از راه روشنگری دنبال شهرت و منافع شخصی بودند. ما نباید این را انکار کنیم. چرا؟ چون مثل این که مثل آب زلال آشکار و عیان است این مسئله. ما میبینیم و دیدیم و تجربه کردیم. با آمدن شخص خودم از فریتینگ از جنریشن مسعود نازنین، متاسفانه هیجانی شدند و متاسفانه شاید جایگاه خود از دست دادن. حالا من نمیخوایم اینجا بیایم رمالی کنم و فکر کنم که مشکلشان چی بوده، چون نمیتونم. من طالبین نیستم، کفشناس نیستم، مشکلشان را نتونستم درک کنم. ایشان چی کار کردن؟ خب گروه چند نفره را در گرد خود جمع کردن و پرداختن به تخریب، که به تخریب ما، که این که دوستان که آزاداندیش هستن مرا به چشم پیامبر میبینن.
در حالی که مبارزه ما در برابر بت پرستی، پیامبر سازی، در برابر بزرگ ساختن افراد بیش از حد که در سیطره تقدس اونها را ببرند، مبارزه ما در این راه بوده سالها. ما از مردم سالها وقتی آمدم گفتگو کردم، گفتم اگر مرا برادر کوچک بگوین من خوشحال میشم، تا اینکه بیاین بگوین بابا جان بزرگ. نه، ما بزرگ نیستیم، ما مثل شما، ما میخواهیم که در ردیفی که شما قرار دارین در همون ردیف باشیم. ما ادعای برتری نداریم، ما بزرگتر از شماها نیستیم، فقط شاید یک چند شب برای این قرآن زیادتر گذاشته باشیم وقت، یک چند روز چند شب زیادتر وقت گذاشتیم و این قرآن را زیادتر ورق زدیم و چند تا حدیث صحیح بخاری، تاریخ طبری، تاریخ فلان، تاریخ بهمان. و ما کدام ویژگی برتر و بالاتر از هموطنان ما نداریم. دور کنین امین بت‌سازی و بت‌پرستی و بزرگ ساختن بیش از حد افراد را که شما نتونین جلویشان صحبت کنین، نتونین پیشویشان استدلال کنین، هیجانی باشید. شما باید مسعود را، پویا را، شخص خودم را، دوستان دیگر آزاداندیش شما را که فعالیت دارن، اینها را آن اندازه امرایتان به او اندازه با اینها صمیمی باشین که وقتی در بالا آمدین فکر کنین که با یک برادر کوچکتان دارین صحبت میکنین، نه با یک استاد، نه با یک بزرگ، نه با یک کسی که تاج در سر خود داشته باشه. ما همیشه پیام ممی بودم مسعود جان، اما اون کسایی که متاسفانه منافع شخصی خود را به دست نیاوردن، رفتن یک جبهه که 6 نفره و 10 نفره ساختن مسعود نازنین و چیکار کردن؟ و پرداختن به اینکه اینها بی غیرت هستن، اینها شغال هستن، اینها کفتار هستن، اینها در مناظره باختن و فلان و بهمان، و یک تعداد انسان‌های جاهل هم متاسفانه به طرف اونها رجوع کردن. البته جاهل توهین محسوب نشه، امیدوار هستم. من از خودت گله‌ای ندارم عزیز من، همیشه برای ما عزیز بودی، عزیز هستی و عزیز خواهی ماند. هیچ مشکلی از اینجا، من تصویری برای همه دوستان میگم، هیچ مشکلی، من مسعود جان را این لحظه فالو هم کردم، چون ما دوستان کمی را مسعود جان فالو کردیم، من مسعود عزیز را فالو هم کردم، حتی اگر امکانش باشه در لایوش میرم بالا و اونجا چند دقیقه اگر خدمت گذاری کرده بتونم خدمت گذاری میکنم به مسعود عزیز. هیچ مشکلی بین ما وجود نداره، ما نداریم عقاید متفاوت که بجنگانم باره با هم دیگه، نداریم عقاید متفاوت. ما راه ما رزمیدن در برابر جهالت هست، روشن کردن شمع در تاریکی هست. اون شمع را مسعود عزیزم در دست خود داره، همون شمع را من هم در دست دارم. شمع ما یک تا است، ما چند تا شمع نداریم که بگه شمع ما روشن‌تر است، ما بگیم شمع ما روشن‌تر است. چراغ ما یک چراغ است، ما دو تا سه تا چراغ نداریم، همون چراغ در دست مسعود هم است، همون چراغ در دست پویا هم است، همون چراغ در دست ما هم است و در دست سایر آزاداندیشانی که کوشش میکنن قصد روشنگری دارن بدون کدام منافع شخصی و خصوصی به زندگیشون. حرف ما همین بود مسعود بزرگوار. مرسی، ممنون هم از شما هم از پویای عزیز. حالا من نمیدونم پویا عزیز گفتاری دارن حتما صحبت بکنن، ولی چون که من اگر احسای ادب کردم و اینجا محضر شما رسیدم و این بیادبی، شاید من خودم بیادبی میدونمش، ولی لازم دونستم برای این شبهی که پیش اومده بود که شما اختلاف دارید. البته که حق بود، باید میامدی دوستان ما که حرفایی را گفته بودن باید بیایی و صحبت کنی. ببخشید پیشوی حرفت را گرفتم عزیز براد، بفرم. من فقط بخاطر این که بیام و بگم که آقا ما شاید اختلاف نظر داشته باشیم، ولی اختلاف نمیدونم شخصی، نمیدونم این که هم دیگر رو بخوایم بیام خراب بکنیم، نداریم. همه انسان ها میتوانن اختلاف نظر داشته باشن، ولی اینکه من با کاوش عزیز مشکلی داشته باشم با اون تعریفی که در لایو من اومده بود گفته بودیم، مثلا توی لایو من یک فردی از طرف شما، من نمیدونم چقدر از طرف شما بود یا نبود، نبوده 100% میدونم نبوده، اومدن توی لایو من بالا که شما بفرمایید بالا توی لایو آقای کاوش بیان و اونجا صحبت بکنید. خب من ازش پرسیدم دوست عزیز من، خب من توی لایو کاوش برم بگم کم منم، بیام بگم که این حدیث بخاری، بعد مثلا چیز داره در مورد یک مسئله دیگه ای داره صحبت میکنه، اصلا نمیخونه با هم دیگه. اینی که ما اگر توی یک نقطه ای، ولی من همیشه تلاش کردم که این با هم دیگه با هم تناقض پیدا نکنه، چون که خب به هر حال ما باید قبول بکنیم لایو شما بیننده بیشتری داره، لایو شما چیز بیشتری داره، باید ما به این سمت بیایم.
و واقعا من هم خیلی موقع ها هم مادیراتورای شما میتونن شهادت بدن که ساعت ها من در لایو شما شنونده بودم، ولی اون دوستان رو دارم میگم، نه به شما کاوش عزیز و نه به شما پویای عزیز، امیدوارم که بعد برداشت نشه، ولی به اون دوستانی که فکر کردن که ما اختلافی با هم دیگه داریم، ما رو در روی در هم دیگه هستیم، با افتخار دارم میگم که داریم ما رو در روی در هم دیگه هستیم با افتخار دارم. ببخشید مسعود جان بفرمایید. با افتخار دارم میام میگم که من به عنوان یک فردی از جامعه شرق کره زمین دستبوس هم آقای پویا و هم آقای کاوش و هم دوستانی که در آزاد اندیشانی که هستن و دارن کار میکنن، تک تک اینها رو من سر تعظیم براشون فرود میارم. اگر دوستان ما چون که یک جای یک حالا نه اختلافی اختلاف نظری بود که اونجا پیش اومد، اکثر دوستان شاید اونجا اومدن یک جورایی برداشت بد از همفکران ما یا از مخالفان ما اومدن سوء استفاده کردن، یک اختلاف نظری بود، شاید هنوز هم باشه شاید هم نباشه، ولی ما هیچ وقت یک چیزی که توی بلوچی ما دارم میگم، میگن گوشت از استخون جدا نمیشه، ولی من صادقانه بهتون بگم که هم شما هم پویای عزیز من دوستتون دارم و هستم من در خدمتشون در خدمت شما و به عنوان یک آموزنده به عنوان یک دانش آموز در خدمت شما هستم و یاد میگیرم و تیر میکنم توی چشم اون کسانی که فکر میکنن که ما با هم دیگه اختلاف داریم. ما هیچ گونه اختلافی با هم دیگه نداریم. عمدن هم اومدم اینجا بالا، ببخشید هم وقتی لایو شما رو چند دقیقه اومدیم گرفتم، دستبوستون هم هستم با ارد عزیز ماستی عزیز من، مشکلی نداره، برنامه خودت از هر وقت میل داشتی میتونی بیای صحبت کنی، شبهه وارد کنی، نقد کنی و پایین من شنونده تون هستم، اگر لازم باشه من بالا هستم و شنونده تون هستم، اگر نه که من دیگه پایین برم و عزیز دل ما هستی. مرسی که به من وقت دادید. تشکر از حضورت در برنامه، ممنون تایسیم، قربانت، خوشحال شدیم. خب دوستان عزیز، کسانی که مدراتور هستین، اگر کسی توهین شخصی میکنه خب یکی دوبار برش بگوین بس بعد میوتش کنین در نهایت، اما کسانی که انتقاد میکنن، کسی که انتقاد میکنه کسی را نباید میوت شو عزیزان. مثلا میوه با من میگه تو بی سواد هستی، خب بگذار بگوی، بگذارین بگوی مرا نمیرنجونه این مثلا. خب میگه بی سواد هستی، بالا بیای بی سواد بودن مرا ثابت کنه، شاید من ازش بیاموزم و امرش صحبت میکنه. بگذارین ما بی سواد باشم، ایشان با سواد باشن و ایشان بیاین برای ما بگوین تا ما ازشان یاد بگیرم. ما چند وقتی در روشم کمی جدیت را داشتم دوستان عزیز، اون جدیت را کمی پایین تر آوردم سطحش را تا باشه که بتونیم با مسلمانان صحبت کنیم. چند وقتی خواستم کمی برخورد جدیتر هم روشم داشته باشم، اما مثل موج هست، باید در جاهای بلند باشی و در جاهای پستی احساس کنی، مشکلی وجود نداره. خب فراری درود، وقت بخیر. آقای فتح‌الدین را بشنویم، در خدمت شما قرار داریم. برفی متاسفانه که حضور خارجی نداره فعلا. سلام علیکم، درود بر شما هموطن عزیز، در خدمت قرار داریم، بفرمایید. ما از کشوری همسایه تاجیکستان هستیم برادر، خواستیم با تو یک دو سوال کنیم اگر اجازت باشد. جانم بفرمایید، من در خدمت هستم. برادر شما از اسلام یکون ضرر دیدین یا که اسلام در سیموی طالبان دیدین اینقدر تحقیر توهین میکنین؟ برادر قان مقصد همیشه ما میخوام بفهم از دهن خود کمی هم باشه برای خودم بسنده است. برای ما دائما میبینم شما همین دین ما را تحقیر میکنین، مثلا دین ما با شما چی کرده باشه، یا که هم آدم اگر کرده باشه خیر چیزی باشه کمبودی در انسان است، اسلام با جز خود هیچ کمبودی ندارد. ببین جان دلم، متاسفانه شما به سوال چیزی را ربط میدین که ربط نداره. شما میگین به دین ما توهین و تحقیر میکنین، خب توهین و تحقیری که به دین شما صورت نگرفته. چرا اگر توهین و تحقیری به دین شما صورت میگرفت،
خب من نمی آمدم که قرآن را بخوانم، من نمی آمدم که دنبال کتب تاریخیتان برم، من نمی آمدم که تاریخ طبری را باز کنم در 16 جلد برای ملت بیارم، یا بهار الانوار شیعیان را در 110 جلد برای ملت بیارم و بگیم در جلد 96 همش چون این روایتی آمده. توهین بسیار آسان است. چی کار میکردم؟ همه اینها را فراموش میکردم، می آمدم فحاشی میکردم به پیامبر اسلام، صحابه اسلام و چه کسانی تابعین تا اتباعی تابعین تا امروزی که ملاها هست، همه اینها را توهین میکردم. اما چرا؟ چون هدف ما توهین و تحقیر نبوده، ما آمدم چیکار کنم جان برادر؟ ما آمدم که قرآن به دست بگیرم، باز کنم، بخونیم. حالا اگر کتاب های شما نازنین برادر توهین میکنه به اسلام، توهین میکنه به افراد صدر اسلام، توهین میکنه به خانم های مبارک پیامبرتان، ام المؤمنین، مادران شما، حالا اینکه مربوط ما نمیشه جان دلم. چرا؟ من صحیح بخاری را باز میکنم، صحیح بخاری اما روایتش صحیح الاسناد هستن. در کتاب صحیح بخاری روایت آمده که فردی با عایشه خلوت کرد. حالا وقتی من این روایت را میخونم، من میشم توهینگر، من میشم فحاش. اما خود آقای ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که از بخارای تاجیکستان هم بوده، اون آقا میشه قهرمان و امام. چرا عین سخن را اگر من میگم به عنوان یک بیدین توهین محسوب میشه، اما اگر محمد ابن اسماعیل بخاری میگه اون معرفی میشه به اسم امام؟ حالا ما توهینی که نکردیم. شما گفتین ضرر چی رسانده برای شما اسلام؟ ببینید جان دل، مسئله ضرر شخصی برای ما نیست. اینجا مسئله آمدن اسلام و وجهی که اسلام بالای مردم ما آمده و تطبیق شده، این مهمتر است. در کتاب تاریخ بخارا، از تاجکستان برایتان میگم، در کتاب تاریخ بخارا وقتی عرب ها و بخارا و تاجکستان شما هم وطن تاجکستانی ما یا تاجکستان ما حمله ور میشه، چیکار میکنن؟ از پای زنان تاجیک جراب هایشون را میکشن. در کتاب ها آمده. اگر میگین که من منبعش را بیارم باز کنم برایتان بخونم. خب چیکار میکنن؟ کنیز میگیرن، برده جنسی میگیرن از بخارا و سمرقند ما که همهش به نام خراسان یاد میشد. همه خراسان بود، ما هموطن بودیم، یک تبار داشتیم، یک مردم بودیم. خب حالا شما میبینین که بنیاد این دین، ریشه این دین در تاجکستان که با جغرافی به نام تاجکستان امروز یاد میشه، در افغانستان و در ایران ما به زور شمشیر و گرفتن خواهر و مادر و فرزند اجداد ما بوده. خب پس چگونه ما میتونیم این دین را امروز به عنوان تاج سر خود و معنویت برای ما انتخاب کنیم؟ این نخستین صدمه ای است که اسلام به شما مردم عزیز تاجیک یا تاجیکستانی زده و نخستین صدمه ای است که به ما و مردم عزیز ایران ما زده. از همین سلام اگر ما شروع کنیم، تا امروز اسلام با ما کار داره جان برادر، تا امروز آیات قرآن بالای زنان کشور ما تطبیق میشه، تا امروز آیات قرآن بالای اطفال کشور ما تطبیق میشه، تا امروز روایات صحیح الاسناد صحیح بخاری عملی میشه بالای کودک افغان، بالای کودک افغانستانی که در رخت خواب ملا میبره و دختر 6 ساله را نکاح خود میکنن. جان دلم، این صدمه ها شخصا به خودم نیست، اما بر پیکر اجتماع، بر پیکر انسانیت، بر پیکر تمام جهان هست. یک کودک 6 ساله اگر در افغانستان طعمه جنسی ملا میشه، همه جهان عقل داره در این مورد نظر بده. یک کودک فلسطینی اگر کشته میشه توسط اسرائیل، همه جهان حق داره در این مورد نظر بده. عزیز من، اسلام صدمه بر پیکر همه ما زده، نه تنها بر پیکر ما، اما متاسفانه شما این صدمه را نادیده گرفته و به طرف قبله مسلمانان تا امروز سجده میکنید. میشنام شما رئیس برادر، میکروفون تان بسته هست، مایک تان را باز کنید. خیلی برادر، در دین مجبوری نیست، لا اکراه فی دین. مقصد ای دینی که هست بسر مردمی تو جکسی آمده که ای را ما به خوش دل قبول کرده این برادر. او گپوی که شما شنویدین و میخونین شاید او چیزوی ضعیف را بخونین و در بخوروی در محمد بن اسماعیل البخاری هیچ چیزی ضعیف نوشته کردن نشده برادر. مقصد منظور امیه که من خواستم امی چیز از جواب شاید از دهان خیل شنوم. مقصد ما یکون کسا مجبور کدام نمیتونیم یو که داشت یکون که قبیش هم ما یک کسا حق هم نداریم بگیم. هر انسان برای خودش یک چیزی دوره در سرش. من امیر خواستم بگم
هزار رحمت که قبول کردیم به مهمانی. های خداوند یار تشکر مددار عزیز شما برادر. باشه. ممنون حضورتان. تشکر. اوقات خوش براتون تمنا دارم. دوست بعدی آقای احمد را میشنویم. پویا جان خودت فکر کنم دستت بند است. مشغول هستی گلم. اما برنامه را مدیریت میکنم. ماست در خدمت هستم از کاوشن آ جان دل باشه درست است. پس دوستان اگر سوالی از خودت هم داشتن از صحبت میکنیم. بله بفرمایید آقای احمد احمدی در خدمت شما قرار. بله ما فقط دو سوال از شما داریم. یکیش شما زیادتر وقت میبینیم که لایف میایی در باره دین و اسلام حرف میزنی و زیاد معلومات میتی برای کسا، اما پس کسا برای شما انتقاد میکنه. هر کس که ما میبینیم زیادتر کسا شما میپرسه اگر این دین اسلام است، اگر خوش داری ایره تعقیب کنه، اگر خوش نداری حساب به دین خود مصابه دینه. شما که اماتر انرژی سر امو گپا مصرف میکنی، او برادر شما چرا نمیری یک دگری را نمیگیری، یک دکتر نمیشی، یک کار دیگر را نمیکنی که بیشتر از اینجا که میایی یک چیز یک نفر یک چیز برای شما میگه، دیگر نفر دیگر چیز برای شما میگه. اما چیزی که شما برای کسا میگی، من فکر میکنم که یک کس از گپای شما مقصد اما تر چی نمی پیدا نمیگیره. دیگه اما چیزی که شما از شما شنیدیم، ما دیگه اما اسلام محکم میکنیم. خاطر که اینجا ما در امریکا هستیم در ایساویت، اگر یک کس راضی است ایساوی میشه، اگر راضی نیست میرد یک کار دیگه میکنه، اما او را تحکیر و مقصد اما تر چیزا و نکیز نمیگه در باره. او برادر اگر خوش داری این بیا مسلمان هستی، اگر خوش نداری برای یک دگری خوب انرژی داری، خوب دماغ داری، ماشاءالله برستی میگیم، اما هم گپا از دل برای شما میگیم خوب انرژی داری، چرا نمیری یک خوب یونیورسیتی، یک خوب دگری را نمیگیری، یک آینده شما را جور نمیکنی؟ من تحصیلات عالیم تمام شده گرفتم دیگه، بس سایز من چقدر باید تحصیلات عالی بگیرم؟ نه ما در این فایده شما کدام اگر انسان اگر خوب میکنه برای راحت، اگر نان میخوره برای انرژی، هر کار مقصد در زندگی اعلی خداوند برای ما و شما که اما تو یک چیز میگه میکنیم باید یک پایده را بگیریم. از این گپا و از این چیزا شما چه پایده را میگیریم؟ برای ما بگو برادر. ببین عزیز برادر، برای هر انسان چیزی به نام معنویت وجود داره. در پالوی مادیات، تحصیل، درجه تحصیل، زندگی خوب، خانواده خوب، همسر خوب، فرزند صالح، فرزند خوب و زندگی پر از تنوع، ما چیزی به نام معنویت داریم. معنویت چی است؟ یک دنیای غیر مادی هست. دنیای غیر مادی که برای ما چی چیزها را معرفی میکنه؟ عشق به وطن، عشق به انسانیت، مبارزه در برابر ناملایمت هایی که در زندگی انسان ها آمده از هر مسیری که باشه، مبارزه در برابر جهل و بدبختی، شعر سرودن، شاعر بودن و سایر خدماتی که برای بشریت یا برای خود ما، برای انسانیت، برای ایکوسیستم ما میتونیم چی کنیم؟ ایجاد کنیم. حالا مسئله مادیات را در یک جای میگذاریم، مسئله تحصیلات عالی را در یک جای میگذاریم، کار کردن را در یک جای میگذاریم، همه اینها را ما داریم. همه ما زحمت میکشیم، کار میکنیم، همه ما انسانهای عادی مثل شما هستیم. اما نکته اساسی در کجا است؟ شما میگین انرژیتان را چرا در نقد اسلام مصرف میکنین، در حالی که این انرژی را میتونین برای تحصیلات عالیتان یا برای یک راه دیگه در خدمت مردمتان قرار بگیرین، در اون راه چرا مصرف نمیکنین؟ ببینین امروز در افغانستان ما صدها گرسنه داریم، صدها کمتر گفتم، میلیون ها گرسنه، هزار ها گرسنه داریم، هزار ها کودکی داریم که در سن 9 سالگی در رخت خواب ملا جان خود را از دست دادن، هزار ها زنی داریم که روزانه زیر لتکوب شوهر مؤمن خود قرار دارن، هزار ها زنی داریم که نمیدانند تا امروز رابطه جنسی یعنی چی. چرا؟ چون اگر میلی داشته باشد همسرش یا شوهرش برش میگه که تو فاحشه هستی. چیزی به نام حیای کاذب اسلامی را بنیانگذاری کردن
که زنان آزادی انتخاب پارتنر جنسی نداشته باشند اما مردان داشته باشند و حیات در اسلام برای زن خلاصه میشه نه برای مردان. برای مرد در اسلام چیزی به نام حیا وجود نداره. اگر وجود داره شما برای ما بگوید. ببینین زن لبش تحریک کننده هست. زن چشمش تحریک کننده هست. زن سینهش تحریک کننده هست. زن ساقهای دست و پایش تحریک کننده هستن. اما مردها کدام قسمتشان تحریک کننده هست؟ تنها آلت تناسلی خود را باید بپیچانند. دیگر آزاد حتی در مراسم حج هم که شما مردان مسلمان میرین نوک‌های پستانتان را زنان مسلمان می‌بینند. اما نوک پستان زن برای شما تحریک کننده هست. چرا؟ چون حیا را در زن خلاصه کردین نه در مردان. حیا در نزد مرد در اسلام کدام مفهوم خاصی نداره. اگر واقعا برای مرد مسلمان چیزی به نام حیا مفهوم خاص می‌داشت، خب آیا این با حیایی است که یک مرد همزمان با 4 تا زن سکس کنه؟ آیا حیای مرد خردمند، حیای مرد سالم، حیای مردی که رو به فاحشگی نکرده باشد، امین میتونه باشه که بتونه با 4 تا آلت تناسلی زن در تماس باشه بدون از اینکه غسل کنه؟ نمیتونه. من نمیدونم اون چی مردی باید باشه که بتونه در یک آلت، معذرت خواهی میکنم، بسیار سوچه میگم، امیدوار هستم کودکان نباشن در پیرامون دوستان ما، در یک آلت آلت خود را فرو کنه، بعد بدون غسل در آلت دومی فرو کنه، بعد بدون غسل در آلت سومی، در آلت چهارمی، بعد از آلت چهارمی چیکار کنه؟ یک غسل کنه و بره نماز بخونه. من این مرد را مرد با حیا نمیدانم و حیا را من در مرد در اسلام نمیدونم. حالا کسانی پیدا شدن به عنوان آخرین دقیقه، حالا کسانی پیدا شدن به عنوان روشنگر، به عنوان منتقد، به عنوان مخالف دین شما چیکار میکنن؟ شما را به چالش میکشن، دینتون را به چالش میکشن و این راه و رسم و رواج و سنت محمد را برای مردمشان درست نمیپندارن. میگن نه، برای ما درست نیست، برای ما بی‌حیایی آورده این دین، برای ما این دین توهین‌آمیز است، زنان ما را این دین محروم کرده، کودکان ما را این دین طعمه جنسی برای مردان مسلمان کرده، ما این دین را نمیپذیریم. شما میگین خب چیکار کنین؟ نپذیرین، مسلمان نباشین، زندگیتون را پیش ببرین، اما چرا دین ما را نقد میکنین؟ دینتون را به خاطر نقد میکنین که ما به اون کشور وابسته هستیم، فرزند اون کشور، مسئولیت داریم در برابر فرزند اون کشور، در برابر مادر بیچاره اون کشور، در برابر پدر مظلوم این کشور، در برابر کسانی که با احکام اسلامی دست و پا و سر و گردنشان بریده شده. ما به اون وطن چی دارم؟ وابستگی دارم. در اون وطن هر چیزی که صورت میگیره ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک خراسانی حق دارم که بپردازم به مسائلی که مردم اون وطن را بدبخت کرده. پس حق نقد اسلام را شما از ما گرفته نمیتونید. چرا نمیتونید؟ به خاطر که اسلام بالای شرایط زندگی هموطنان ما تأثیر منفی داره. هر چیزی که بر شرایط زندگی هموطن ما تأثیر منفی داشته باشه من میتونم به چالش بکشم، در برابرش استادگی کنم، برزمم تا روز پیروزی. انرژی ما در امین رو مصرف میکنم و میدونم که نتیجه بخشم هست. میشنویم شما را کوتاه، بعد با دوستان دیگر وقت میدیم. ما خب میگیم که شما افغان هستی، از افغانستان هستی، ما کدام چیزی میگیم. باز در برای مذهب و دین ما گفت. شما میگه که ما یک افغان هستیم، سیاس است. شما میشه که در باره سیاست افغانستان حرف بزنید. شما در افغانستان اهل هندو و سیک و اونا اونجا زندگی میکنه، اما اونا عمو دین و مذهب ما را تحقیر و تحقیر نمیکنه. شما حق داری که در سیاست گپ بزنی، اما نه در دین ما. چرا حق ندارم؟ سوال رو برام جواب بدید. چرا اجازه ندارم کودک همسری دختر هموطن من ندارم؟ وقتی که ما بیشتر برای شما عرض کردیم، وقتی که شما عمو دین اسلام خوش نداری، باز میشه که اورا ری مسئله خوش داشتن نیست. اسلام دکان بقالی نیست که اگر من نمیخوام مثلا سیب بخورم برم مثلا مالتا بخرم. نه جان دلم، من میگم دین تو باعث شده که کودک هموطن من زیر تجاوز ملا قرار بگیره. چرا؟ چون پیامبر با دختر 9 ساله ازدواج کرده. من حق ندارم بیام از کودک هموطنم دفاع کنم؟ نه. پس وطن چی معنا میده؟
نه وطن جداست، دین و مذهب جداست. وقتی جدا نه، دین و مذهب وطن را خراب کرده جان دلم. وطن صحیح است. باز ما گفتیم او سیاست است، سیاست خراب کرد، مذهب خراب. حالا یک سوال به عنوان مسلمان، خودت مسلمان هستی، همین کسانی که با کودکا در افغانستان ازدواج میکنن، شما نگوین که نمیکنن، چون ما دیگه این مسئله کاملا بدیهی است. مثل این که دو به علاوه دو میشه چهار، دو جمع دو میشه چهار، با کودکان ازدواج میکنن. وقتی برشان میگین چرا با کودکان ازدواج میکنین، برایتان چی جواب میتن اونها؟ او بد میکنه، او جرک میزنه که او کار میکنه. پیامبر اسلام وقتی ازدواج کرده بود با دختر 9 ساله؟ نه، او یک پیغمبر است، او جدا گفت است. پیامبر اجازه داره که بد بکنه، دیگران اجازه ندارن بد کنن. نه، یک پیغمبر که این کار میکنه باز او پیغمبر هم است. از طرف او به او خداوند وحی میآید. وقتی که سنت پیامبر پس چی است عزیز من؟ نه نه، باز علی که این کسا که میکنه اید جای یک کار اما مثل پیغمبر نکده، فقط هم کار که کده او را نه، میکنه. سنت پیامبر یعنی چی جان دلان؟ سنت پیامبر اعمالی که توصیه هایی که سخنهایی که از پیامبر باقی مانده، تو من حیث یک مسلمان طبق سوره احزاب آیه 36 مکلف هستی که انجام بدی. بخصوص سنت مؤکده میگه نکاح سنتی، فرو کردن در زنان سنت هست، و در کودکان چرا سنت باید باشه؟ نه، کودکان ما گفتیم که هر کس که این کار میکنه امرای کودک، شما که میگه کودک، امرای کودک ما طرفدار از اون نیستیم. با شما این گپ میبری بس چرا با فردی که با کودک رابطه داشته پیامبر میگین شما هم مسلمانان نازنین؟ او پیامبر بوده، اجازه داشته که با کودک سکس کنه، و شما این عمل را عمل بد میدونید چون پیامبر بوده اجازه داشته، درست است؟ نه، ما میگیم گپ ما را درست نگرفتیم. ما میگیم وقتی که کار شما راجع و مقایسه با پیامبر میکنی، باز لطفا مهربانی کن، اما دیگه قرار ام پیغمبری را انجام بدی، باز ایره بکن. شما هم یک کار کدام کار پیامبر؟ اوکی، باز پیغمبر فکر میکنی زیاد یک صبر و صلاح و قرار داشته، وقتی که همون کپار و او را زیاد عزت هم کده، باز او را بری صبر کده، اما الان الان همون کسا همون صبر نداره، وقتی که یک چپلاخ بندازه او را میکشه. باز ای چرا همون کار که پیغمبر انجام نمیده؟ پس پیامبر چرا 900 نفر از بنی قریظه را فرمان داد که جلو چشمش گردن بزنن اگر صبر و حوصله داشت؟ نه، او حوصله داشته. نه، 900 نفر اسیر، 900 نفر اسیر یهود. جان دلم، ببینید شما از حوصله پیامبرتون صحبت میکنید. ببین عزیز من، پیامبرتان بعض رو باید حالا گوش کنم این حرف مرا، بعد صحبت کنم. ببین عزیز من، به نام دکتر میشناسه، گوش کن یک لحظه، بعد خویا جانم حرف داره، یک لحظه جان دلم. ببین، پیامبر شما به علی خلیفه چهارم اسلامتان، پسر عمو یا پسر کاکای خودش و زبیر، بعد از این که جنگ بنی قریظه، یهود بنی قریظه تمام میشه، 900 نفر اسیر شده، میگه اون 900 نفر را گودال بکنین، حفره بکنین، گردنهایشان را ببرین و ما ببینم جلو چشم پیامبرتان گردن 900 نفر توسط زبیر و توسط علی زده میشه. بعد شما میگین پیامبر ما حوصله داشته؟ بله، حوصله دیدن خون را و فاواران شدن خون را از بدن کافران حوصله داشته، بسیار حوصله بالا داشت. طرفتان را میپذیرم، پویا جان را بشنوید. پویا جان بفرمایید. سپاس کاوش عزیز، سپاس. من این دوستم باش که برگرده بیاد، دوست عزیز برگرد اون صفحه، چون دوستم ما چون خودشان اطلاعات از اسلام ندارد کاوش عزیز، و صحبت هایت را متوجه نمیشه که چی میگی. بله متاسفم. بله، و بدبختانه که اینا حق و حقوق را نمیدانن. میگه تو حق نداری که اسلام را نقد بکنی. رفت حالا. خب ببینین، همین آقای که رفت، امید دارم که صدای من را بشنوه. شما مثلا یک فردی هستین، من یک مثال کردکی وطنی برای شما بزنم. شما یک فردی هستین که رستوران دارین یا کافه دارین یا هر چیزی که دارین،
هتل دارن، شما یک غذای یک طعام که به حساب تاریخ تر شده یا که از بله از وقت مانده شو مانده هست و خراب شده و شما برای مردم ایره میفروشین و مردم را مریض میسازین. حالا فرض کنین یک فردی می برایتان میگه محترم این غذای تو خراب هست، تاریخش تیر شده، ای به ضرر انسان ها هست، ایره نفروش. او غذا مثلا فرض کنیم مرغ باشه، خب این آقا چی میگه؟ خب ببین اگه تو مرغ خوش نداری خود تو مرغ نخور، ولی تو حق نداری برای ما بگویی مرغ خراب را برای دیگران نفروش. متوجه میشین؟ دقیقا همین معنا را میته. این آقا باید بدانه که نی این اسلام شما بر ضرر انسان ها هست، این بر ضد انسانیت هست، این حقوق انسان ها را زیر پا میکنه. پس بهتر هست که چیزی که مضر هست برای انسان ها از او جلوگیری بشه و نقد حق هر کس هست که نقد بکنه. سپاس کاوشون. سپاس عزیز من، تشکر. بله سپاس آقای مرادی را بشنیم بعد نگرد دارم. بفرمایید بزرگوار، در خدمت شما است. اول سلام عرض و ادب به همگی. درود بر شما. لایک برای خاطر چی است اگر بخش باش است؟ لایک نقد اسلام است و ما با شما صحبت میکنیم. کسانی که مخالف نقد اسلام هستند بفرمایید صحبتشون را بشنیم. چرا مگه اسلام چرا مخالف نقد باشه اصلا؟ پیامبر که مخالف نقد بوده نمیدونم، شما اگر نباشین که از کرامات خودتون هست. میشه یک تعریف کنین؟ بله. از چی تعریف کنم؟ از نقد یا از مخالفت مخالف بودن پیامبرتون؟ از نقد مخالفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. پیامبرتون مخالفت با چی کسانی میکرد؟ با کسانی میکرد که در برابر اسلام و در برابر آیین شیر میسرودن حتی. چی بسا که ما بیایم امروز نقد کنیم و به قرآن بپردازیم. شما در اسلام چیزی دارین به نام صاحب النبی. بله. کسی که بیاید در برابر پیامبرتون دو تا حرف بگه باید گردنش بریده شه و آیتش در قرآن آمده در سوره مائده آیه 33 مامون کتابی را که شما در پروفایلتان گذاشتید. بله. و کسانی را که محمد کشته، کسانی که منتقد بودن نقد میکردن، من میتونم نام برایتون ببرم. یکی از مشهورترین اونها چی کسی است؟ نضر ابن حارث هست. نضر ابن حارث سه تا سوال از پیامبرتان کرده بود. روح چی است؟ یک سوال. سوال دوم تعداد اصحاب کهف چند نفر بود؟ و سوال سوم هم در مورد ذوالقرنین پرسان کرده بود. پیامبرتان گفت که ما برای جواب میارم، چند روز منتظر باش. سه روز منتظر بکش. خب سه روز پیامبر نیامد، 16 روز بعد میآید پیامبر. جواب برش میده که جوابش کاملا چی است؟ معذرت مرا بپذیرین، مالکشی است. چرا؟ چون تعداد اصحاب کهف را نگفته، گفته علمش پیش خدا است. نمیگم. چون نمیدانسته بگه اگر خدا می بود میگه بابا جان تعداد اصحاب کهف به این اندازه است. و سوال دوم روح چی است؟ علمش پیش خدا است. بازم خدا نخواست جواب بده. سوال سوم ذوالقرنین کی است؟ مردی بود از فلان جا رفت دید که خورشید در چی فرو میشه؟ در چشمه گلالود فرو میشه. سه تا جواب، سه تا مالکشی و سه تا پرسش بسیار عمده ای که توسط نضر ابن حارث مطرح شده بود. حالا بعد از این پرسش ها پیامبر به علی دستور میده که نضر ابن حارث را بیاره، دست هایش را در پشت سرش در عقبش ببنده و گردنش را پیشوری محمد ببره. علی فرزند عبدمناف یا ابو طالب چیکار میکنه؟ میره نضر ابن حارث را میاره، گردنش را پیشوری چشمای پیامبر اسلام میبره. پیامبرتان با نقد مخالفت داشت، حتی با سوال دشمنی داشت، با پرسش کسی که سوال میکرد با او دشمنی داشت پیامبرتان. چی بسا که ما بیم قرآن را بگیریم نقد کنیم. دقیقا هر چیزی که گفتین قبول است. شما آیا جدا قدم میتونین گناه را از ثواب، ثواب را از گناه؟ من چیزی به نام گناه و چیزی به نام ثواب نمیدانم. من چیزی به نام عمل خوب و عمل بد میدانم. گناه و ثواب در نزد من آزادندش هیچ تعریفی نداره. بله هر چیزی که عمل تعلق به ثواب و گناه داره دیگه. ثواب چی؟ ثواب یعنی چی؟ ثواب تعریف ندارد برای من آزاداندیش. در دین شما در سیطره دین ثواب و گناه تعریف پیدا میکنه. برای من عمل خوب و عمل بد وجود داره. عمل زشت و عمل خوب. آیا شما پیروی دین اسلام هستید؟ من اتیست هستم عزیز من. خدا ناباور هستم. من به هیچ خدای باورمند نیستم و به هیچ اسلامی پابند و به هیچ دینی پابند نیستم، بخصوص به اسلام. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این است که من برایتون گفتم اسلام قرآنی را که شما در پروفایلتان گذاشتین که من در دستم دارمش، در این کتاب
برخلاف انسانیت، برخلاف انسان، برخلاف زندگی مشترک، برخلاف زن در برابر انسان‌های که گویا طبقاتی ساختن اجتماع برده و مرد آزاد و الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، همه این اختلافات را قرآن برای ما آورده. پس ما مخالفت دارم با کتابی که جامعه ما را طبقاتی ساخته است. ببینید برادر عزیز، قرآن کریم هیچ مخالفت با انسانگری ندارد. قرآن کریم انسان را مطلق کرده است. چرا انسان‌ها را جامعه را چرا طبقاتی ساخته؟ مرد آزاد، زن و برده، یعنی چی؟ انسان که انسان است، چرا باید جامعه طبقاتی شد؟ کجای قرآن کریم آمده که زن را غلام گفته باشه یا اینکه مرد را آزاد؟ کجای قرآن کریم همچون چیزی آمده؟ یک یعنی آیه نه آمده آمده آیه. نه. بسیار خوب، میریم به طرف آیت قصاص. بله، سوره بقره آیت قصاص. ما این آیاتی را، این آیات نبود که الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، این آیات قرآن نیست، درست است؟ بله آیات قرآن است. چرا؟ خب چی معنا می‌ده حر؟ حر آزاد، مرد آزاد. سوره بقره آیه 180 و 178. بذارین که من قرآن را باز کنم. پویا جان، و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفی از حالا میریم به سوره بقره. آیه قرآن را باز کند آقای مرادی. سوره بقره آیه حالا میبینیم که قرآن چه کراماتی داره و چه بزرگی داره و چرا جامعه را طبقاتی ساخته. مشکلش با انسانها در کجا بوده؟ آیه 178 سوره بقره. یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل. اجازه بدید من کامل را دور بدم. عربی میدونین از من؟ بله. قرآن را عربی شما میتونین بخونین؟ بله. چرا عالی، خوشحال هستم. جان دلم، سوره بقره آیت 178 سوره بقره. بله. بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا. ترجمه میکنیم، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص را برای شما در برابر قتل مقرر کردیم. الحر بالحر، حر چی معنا میده از من؟ آزاد. بالحر در برابر کی؟ در برابر نازادی. الحر بالحر، مرد در برابر مرد، درست است؟ بله. انسان آزاد اینجا آمده، حر انسان آزاد را میگه. بله. الحر بالحر، انسان آزاد در برابر انسان آزاد. ول عبد بالعبد، برده در برابر برده. ول انثى بالانثى، زن در برابر زن. چرا مرد انسان آزاد است و زن پایینتر از مرد در جمع انسان آزاد نمیره در دین شما؟ برادر عزیزم، شما در درباره قرآن کریم فکر کنم معلومات کامل ندارید. ما سوال کردم از شما برادر محترم. من خودم کاملا از قرآن کریم چیز معلومات کافی ندارم. توضیح بدین. آها، معلومات نداری. معلومات که شما میگین اونگونه معلومات ندارم، ولیکن میتونم بخونم. ولیکن شما چیزی که تفسیر میکنید اینگونه تفسیر نیست. خب تفسیر، میریم به ترجمه. من تفسیر نکردم، من که ترجمه کردم جان دل من. برادر محترم شما باید اول میریم به ترجمه. دوستان عزیز، ترجمه را میخونیم. شما با ترجمه من مشکل دارین. میریم به ترجمه. ای کسانی که ایمان آورده اید، بله، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد. آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. این آزاد چی کسی است؟ مرد است. مرد است. زن چرا آزاد نیست؟
زن آزاد است برادر ما. پس چرا گفته انسان در برابر انسان؟ چرا مرد را آزاد گفته و زن را در کتگوری سیوم بعد از غلام آورده؟ این تفسیر شماست برادر محترم. عزیز من، من سوال میکنم، تفسیر نمیکنم جان دل من. برادر محترم یک دقیقه در چیز میگن، خدا او از یادم رفته بخیر، وقتی که آب پیدا نمیکنین وضو میگیرین، اسم از تیمم. تیمم وقتی بله. که شما تیمم میکنید آیا زیر پایتان مس میکنید یا بالای پایتان؟ چی ربطی به مسئله قصاص داشت؟ 100% داره. چیزی که تفسیر شما میکنید این گونه تفسیر است. تفسیر قرآن خیلی متفاوت است برادر محترم. شما از قرآن کریم نه تفسیر نه عزیز من، حالا همین آیت را خود ترجمه کو برای ما. این ترجمه لطفا. این ترجمه هیچ قابل قدر نیست. یعنی چی؟ خب ترجمه خودت را بیار دیگه. در خانه قرآن داری؟ من قرآن کریم دارم، گفتم که برادر بفرما بازش کو. ما همین ترجمه را ما میبندم، ترجمه خودت را میشنویم. بفرما بفرمایید. من گفتم که من پیش بیار کوشن که عربی را بخونه و ترجمه کنه. بفرما عربی را بخون ترجمه کن. هر طوری که خودت ترجمه میکنی با ترجمه خودت الله ملامت است که انسان را جامعه را طبقاتی ساخته و زن را در برابر زن بکشین. یعنی کس اگر بیاد زن شما را بکشه باید برین زنش را بکشین، خودش را اجازه ندارین بکشین. اسلامتان همین هست عزیز من. برادر محترم من چیزی به گفتن ندارم. وقتی که شما به هیچ دین بسیار عالی پس دست مسلمان فرمید، چیزی که در هیچ دینی که اعتقاد شما ندارید من چیزی به گفتن ندارم. اوقاتتان پس خوش دیگه عزیز من. میریم به دوست بعدی. پس خوشحال شدیم که با ما بودین. مسلمان چیزی برای گفتن نداریم، به خاطر نداریم که این آیت یگانه آیت قرآن است که چیزی برای گفتن برای شما باقی نمونده. نه همچون چیزی نیست. آقای مرادی بله. چرا وقتی که چرا الله گفته که وقتی که اگر شما زنی را بکشین بعد شما برین اون قاتل را زنش را بکشین؟ چرا؟ چرا کجای قرآن همچین چیزی گفته؟ قرآن گفته خب زن در برابر زن چی معنا میده؟ زن در برابر زن چی معنا میده؟ برادر محترم یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل آیت اولیش یک فکر کنید بعد از او. همین خود کلش یک آیت هست و قسمت اولیش هست. از او پیش آیت این چیزی که شما میگید این یک قصه است. پیش از این که آیتی که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل از او پیش آیتش بخوانید بعد از او فکر کنید بعد از او اوکی کوشنم آیت قبلیش هم اجازه هست که بخونه همین دوست ما میخونه. بازم قرآن نداره پویا جان، آیت قبلیش رو بخونیم چی ربطی داره این آیت؟ باز کن همین کامری تباز کن آقای مرادی، آیت قبلی رو برای ما نشان بده بخونش عزیز. من فعلا در پیشم قرآن کریم ندارم. من شرح نزول آیت را بیارم دوستان. بویا جان ایشان گفتن که نمیتونن جواب بتن، نمیخواهن جواب بتن و حاضر نیستن جواب بتن. من جواب دادم اینجا جان. اینجا چون اینجا کوشن چون اگر جواب بده از منطق را بالای منطق پا میگذاره و جواب قرآنی میده، ولی میدونه که اینجا اگر این کار را بکنه باید بی منطق باشه، منطق را زیر پا کنه و این جواب را بده و او خاطر است که از جواب دادن چی میکنه، جواب را نمیده. سپاس آقای مرادی، بفرمایید کوشن. ببینید دوستان بزرگوار، شأن نزول این آیه چرا نازل شده در منابع شیعه و سنی یک چند تا شأن نزول داره، اما نهایتا همین شأن نزول مشترک میان شیعه و سنی هست. قتاده گوید این آیه در برابر طایفه از اهل جاهلیت نازل گردیده که بر طایفه دیگری چی کردن؟ میل داشتن که از اون طایفه و میخواستن از لحاظ قصاص بر آنها تعدی و تجاوز نمایند، یعنی زیاده روی کنن، تعدی زیاده روی، به قسمی که راضی نبودند که در قبال برده از خود برده از آنها را قصاص کنند. ببینید دوستان عزیز، طرف آمده برده اینها را کشته، اینها گفتن ما برده نمی کشیم، کسی که برده ما را کشته او را می کشیم. برخلاف آیت قرآن، مرد آمده مرد آزاد که حر هست برده را کشته و اینها آمدن گفتن که ما قاتل مقتول ما را می کشیم. کسی که چیکار کرده؟ برده ما را کشته. خب بلکه میخواستند شخص آزادی را از میان آنها قصاص نمایند و در قبال زن مردی از قبیله طرف مقابل خود را قصاص کنند و
خداوند با نزول این آیه آن روش را نهی نمود. میگن آیه منسوخ شده پویا. آیه منسوخ شده ایزان، آیت ضعیف است. بالایش یک چلیپا میکشیم، از قرآن سوره بقره آیه 178 را حذف میکنیم. آیه شیطانی نباشه کاوش. آیه شیطانی نباشه. آیه ضعیف است. آیه ضعیف است، شیطانی هست و شیطان فرستاده. حذفش میکنیم، میریم به طرف باشه کابوس عزیز. پویا جان کابوس را یک مد بده عزیز من. خب اسلامیک را بشنویم. سلام بر شما و بیننده های عزیز شما. من یک سوال داشتم از شما کاوش جان عزیز، براتون میگفتم اگر شما خداوند را باور ندارین یا باور نمیکنین، چرا این زمین، آسمان و این کائنات که خداوند پیدا کرده ای خودش به وجود نامده، یا انسان یا حیوانات ای چیزا روز و شب ای چه قسم به وجود آمده؟ من اینمی سوال من زمین بود. تشکر. اگر جوابش خوبه جانم، میگم جوابشی است که دوست عزیز تو در اشتباه هستی، خودش به وجود آمده. تمام. خودش به وجود نمیایه. خودش اگر خودش به وجود میتونست آمده، خیلی ما یک کار تو نکنی و نمی یک چیز در یک جای تو بانی، او خودش به خود سر به خود خانه به خودش جور میشه. این خانه تا که یک انسان جور نکنه، یک آهنگر اگر یک شمشیر جور نکنه، خودش شمشیر جور میشه؟ نمیشه. بسیار عالی. پس خدا چه قسم به وجود آمده؟ داوان خودش از اول آدمونجا بود. جهان هم از اول چطور بود؟ جهان هم از اول چیزی بود. چیزی که در داخل زمان، در تایم است، در زمان است، داخل زمان. او چیز ما چیز خلق شده میتونه. اما چیزی که از داخل از زمان است، از خارج از تایم است، او خلق شده نمیتونه. او از اول نموجا بود. خداوند از اول نموجا بود. او داخل زمان نیست، بیرون از زمان است. بسیار خوب. بایا جان عرف میزنی امروش؟ لال میکنی؟ خب ببین عزیز من، پویا فکر کنم برای زنگ آمد. جان دل برادر، ما در منطق چیز داریم به نام علت و معلول، برهانی داریم به نام برهان علیت. بسیار کوتاه برات اینجا میگم، بعد در برنامه های پاسخ و پرسش ها برات وضاحت میدم. برهان علیت برای ما یک تا دلیل منطقی داره. دلیل منطقیش چی است؟ که اگر امروز شما میبینید قلم وجود داره، پس این قلم سازنده داره. یعنی قلم چی از معلول هست؟ باید علت داشته باشه قلم به وجود بیاره. اگر حرف بی وجود داره در الفبای انگلیسی، باید حرف ای باشه که حرف بی رو ما به وجود بیاریم، چون حرف بی آغاز نمیتونه باشه. یعنی ای آغاز کننده هست، علت هست، بی و سی و دی و پلان و بهمان چی است؟ اینها بدن معلول میشن همیشه. به این میگن چی؟ علت و معلول. خب این مسئله را میاریم در مورد جهان، در مورد جهان و در مورد خدا هم باید دیگه صادق باشی. در مورد خدا باید صادق باشی. اگر در مورد خدای میتونه است هیچ چیز به وجود بیایه، خدای میتونه علت نداشته باشه، پس ما چیکار میکنیم؟ منطق را برای پذیرش خدا بالایش 9 میکشیم. اجازه نداریم. چرا؟ چون اصول منطقی اجازه نداد که ما چیکار کنیم؟ بالای منطق 9 بکشیم. اگر واقعا شما در مورد خدا برهان علیت را فراموش میکنید، در مورد خدا، پس در مورد شکل گیری حیات، جهان، چرا میخواین منطقی باشین وقتی در وارد همون سخنی که میگن وقتی شما وارد عبادتگاه خودتان میشین؟ عقلتان را دور میندازین، منطقتان را دور میندازین، شعورتان را دور میندازین، خردتان را دور میندازین. وقتی وارد عبادتگاه اندوها، مسیحیان و یهودیان میشین، با همه عقل و خرد و شعور میرین و اعتقادات اونها میخندین. اما در عبادتگاه خودتان چی کار میکنین؟ عقلتان را دور میکنین از خودتان. عین مسئله در مورد خدا و جهان است. در مورد خدا بسیار ذهن چالش برانگیز داریم. بسیار سوالای در مورد مذرت خواهی میکنم. جهان ذهنتان بسیار چالش برانگیز است، بسیار بزرگ است، بسیار محکم و قوی است. اما وقتی در مورد خدا میای، نه خدا خودش به وجود آمد، برهان منطقی وجود نداره، علیت اصلا مسخره است، مزخرف است. خب اگر واقعا علیتی وجود داره، باید خدا در نخواست در مورد علیت برای شما پاسخ، خودش برای وجود خودش باشه. خدایی که خالق منطق است در برهان علیت بند میمونه. پس شما چگونه میتونین از این برهان در مورد جهان استفاده کنین؟ پس بیاین صادق میباشید،
من از این برهان در مورد جهان به شما پاسخ میتم. در مورد جهان به شما پاسخ میتم. مالکشی نمی کنم که جهان مثل خدای شما به وجود آمده. هیچ صاحبی نداره. و شما برای ما پاسخ بدین که خدای شما از کجا به وجود آمده. و نگوین که خدا هم اینجوری بوده از اول. هیچ کی نبوده، هیچ کسی نبوده، جهان نبوده، خدا بوده. چون در تایم چی نمیشه؟ خلاصه نمیشه. خب جهان قبل از اینکه به وجود بیاد تایم وجود نداشت. جهان که در تایم به وجود نیامده. بعد از شکلگیری جهان که تایم به وجود آمده، پس شکلگیری جهان محدود تایم نیست، محدود زمان نیست، جهان هم خارج از تایم به وجود آمده. بعد از اینکه جهان به وجود آمده، ما چیزی رو به نام تایم برای مردم معرفی کردیم. تایم که قبل از وجود جهان نبوده، پس جهان در عدم تایم به وجود آمده. اینم پاسخ به سوال خودتان. دلیلتان همی بود که خدا در تایم محدود نمیشه. زمان چی که جهان، شکلگیری جهان چگونه در تایم محدود میشه؟ تایم که بعد از شکلگیری جهان، بعد از بیگ بنگ آمده. خب آغاز بیگ بنگ که نیاز به تایم نبوده. چه کسی میگه تایم بوده قبل از بیگ بنگ؟ انسان یا اینمی حیوانات، اینمی کل موجودات که هست، این خودش تا بسیار مقبول، بسیار به مثل خدای شما وجود نمیشه. خدای شما خودش خوب مثل خدای شما به همون نظمی که خدای شما داره. من پیشترم بر شما عرض کردم چیزی که در داخل تایم یا وقت است، اینمی ما جهان در روز شب تایم بدون از او زمان است. زمان جهان قبل از تایم به وجود آمده. تایم هم نموده می زمان کلش دمی چی می تو باز دمی نه جهان قبل از تایم به وجود آمده. تو سوال مرا گفتی، تو جواب ندادی سوال. نه شما گفتین، ما گفتم دلیل گفتین خدای ما در تایم محدود نمیشه. ما برایتان میگم بیگ بنگ در تایم محدود نمیشه، چون قبل از بیگ بنگ تایم وجود نداشته. چگونه میتونه بیگ بنگ در تایم به وجود بیاید وقتی تو قبل از بیگ بنگ تایم وجود نداشته، جهان وجود نداشته، تایم از کجا شده بوده؟ زمان نداشتیم. بیگ بنگ در زمان به وجود نیامده. زمان که بعد از بیگ بنگ به وجود آمده. بیگ بنگ منبع زمان است، نه زمان منبع بیگ بنگ. خدای شما بعد از خدایتون زمان به وجود آمده، در زمان محدود نمیشه. چی فرقی میان این دو استدلال وجود داره؟ تشکر. وقت خوبی باشه. تشکر از من. وقت خوش براتون تمنا دارم. خب دوست بعدی را بالا میاریم. پویا جان زنگ آمد برات. بله از بنگ نگاه مثلا در تلفن دیگه زنگ اومده بود. بله زنگ اومده بود عزیز. قربانت، تشکر میشتم عزیز. خوش اومدین عزیز من. با قرآن مبارک در پروفایلتان، بفرمایید در خدمتی. خوب هستم دوست عزیز، شکر. باش ما گفتم ما قرآن بونم که بالا میری غیر از خوب بالا نمیری. خاطر که برنامه با مسلمانان است، برنامه مخصوص مسلمانان است عزیز من. حالا بدید عکس قرآن کسی مسلمان شده نمیتونه. مثلا یک کس که عکس قرآن حالا عرف پتره بگو دنبال این مسائل نباش لطفا. بفرما. عرف ما اینمیز که اول آمدم برات بگم درود. سلام نمیخوایی که برات بگفته شما برات درود بگم. بخاطر خود تمام دوست دارم. به خاطر چی دوست دارم؟ به خاطر بسیار خوب یک گوینده هستی. مگه دوستایی که خودت تمام دنبال میکنن باور کن ای کاش که اوام مثل خودت خورمی بودن. اما که یک کار کن که پیش از این مسائل دوستان هر کس در حد خودش هست. هر کس نباید مثل ما باشه. مثل ما بودن مگر معیار است عزیز من؟ مثلا نه دیگه معیار نیست. پویا مثل من نباید باشه. من نباید مثل پویا باشم. خب او خودش ویژگی خودش را دارم. من ویژگی خود ندارم. از این دیدگاهی که شما میاین میگین با نقد میکنیم اسلام ها. من ای کاش کمی دیگران من مثل شما آره با عد اقل همی حرف زدن و همی اعترام حرف خود قبول چی کنن. من نظر خود بگیرن. اگر خودت میخوایی که اگر کس یک توینم کنی یا یک گپ بزنی همون طریقیش یاد داری؟ مثلا طریقه توهین یاد دارم. توهین یعنی توهین میکنم و بسیار ماهرانه. اگر بگویم خودت باور کن، یعنی دیگه دوستایی که خودت مثلا دنبال میکنن اگر 10% گپای خودت همه تو فولو کنن، دنبال کنن، شاید یک جای برسن. خودت خواهد اقل مطالعه داری، گپ زدن، حرفایی که میزنی یا یک کس دوست را که بالا میاری حوصله داری، گپ زدن میتونی، هر استدلال میکنی، هر آن کار را که میتونی برشان کوشش میکنی که میگی. همین دوستایی دیگر هم خوب مثل خودت میتونی خودت خود اینا بیان
اسلام هم میگم برشان، میگم برشان عرض دیگه نداری گل برادر؟ دوستان را بشنویم، جات منتظر هستن. ولد درود به خودت، رفت پایان. تشکر عزیز من، تشکر. عقاب شمالی توهین نکنی پایین میفرستمت، چون تو بسیار فحاش بودم من سیما تاره یادم از پروفایل در ذهنم ذخیره کردم. برگرد به عزیز من، کجا رفتی؟ اگر چای می نوشی بیا با هم چای بنوشیم. کجا رفتی؟ بسیار خوب شد که رفتی، خوشحال ساختی ما را با رفتنت. خب به هر صورت آر اس را بشنویم، در خدمت شما هستیم. این دوستان ما میان چای نوشیدن میرن همه ایشان. سلام برسه آقای کاوش. درود بر شما، وقتتان بخیر. بخیر باشی، تشکر. من راستی یک سوالی کوتاه داشتم، اگر جواب بتین خارج از برنامه تان. حالا میشنم ببینیم چی از سوالتان، شاید حاضر جوابی نتونم، شاید نیاز به منبع داشته باشه. سوالتان را میشنم، اگر حالا میتونستم جواب میتونم، اگر نمیتونستم در برنامه بعد. نیم پیدایش انسان خود در قرآن اومده که مجم از یک قطره بگندیده و بعضی جایش گفته از گل و خاک پیدا شده. همین پیدایش این حیوانات هم در قرآن ایج اومده یا نه؟ در قرآن نیومده، البته در دو آیه قرآن اشاره شده که ما نمیدانم یهودیان را به میمون تبدیل کردیم به خاطر اونها در روز جمعه و شنبه کار کردن، یهودیان مسیحیان. و در کتاب‌های تاریخی در این مورد آمده است. در کتاب‌های تاریخی میگم، معذرت مرا بپذیرید، در کتاب‌های روایی در این مورد آمده که چگونه خوک به دنیا آمده، چگونه گاو به دنیا آمده، چگونه فلان به دنیا آمده. اینا همه انسان بودن، نسخ شدن و بعد از اینکه نسخ شدن، یعنی الله جزایشان داد، حیوانات را از اینها تشکیل داد. حیوانات همه به همین شکل آمده، یعنی هر حیوان در گذشته انسانی بوده که نافرمانی خدا را کرده. در کتاب به نام مواعظ العددیه این مسئله آمده و میتونم بعدا اگر نیاز داشتین منابعش را دوباره در کتابخانه تلگرام بگذارم. تشکر بسیار زیاد. یک جان سپاس. جان دلم، تشکر از خودت، تشکر از حضورت. این مسئله آمده، من در برنامه قبلی به دوستان توضیح دادم این مبحث را. ما داریم این مسائل را در مسلمانان اینا هست. خب اینا باور دارن که حیوانات از انسان فرگشت کردن. حالا دیگه نمیدونم باورشون را به کجا ببریم و در کجا ختمش کنیم. تشکر جان دل. بریم به دوست بعدی. بشنم ماریاره. بله سلام. آقای آریا در خدمت شما هستیم، نوبتتان از بفرمایید. بخیر هست. سلامت باشی. بخیر هست. میشه که درباره همی ادعای شما، شما یکقدر ادعای بزرگ میکنن، درباره همی گفتیم بیاییم یک صحبت کنیم که شما چطوری تو یک ادعای در مورد کدام ادعای من؟ تو شما خیلی ادعای بزرگ میکنن، حتی از ارسطو و افلاطون کردن ادعای شما بزرگتر است. کدام ادعای من؟ کدام ادعا؟ اون ادعا را نام بگیرم، من بدانم کدام ادعا را میگیم، من زیاد ادعا میکنم. همی که این خدا را قبول نمیکنه، در حالی که هیچ فیلسوفی در این الله را قبول ندارم، شاید خدای دیگه باشه، بیاید طرفدارش ثابت کنه. من نمیگم اونا وجود ندارن، اگر وجود دارن طرفدارش میاد ثابت میکنه. شما در مورد اللهتان اجازه دارین صحبت کنین، نه در مورد زئوس. درباره الله ما، الله تمام موجودات است، اما الله که نه، الله شما الله تمام موجودات نیست. الله شما به دیگر خالق ها باور داشته عزیز من. الله شما گفته که من تنها نیستم، طاقه نیستم، یکتا نیستم. یکتا الله ما یکتا است. حالا در قرآن برات بیارم ثابت کنم که اللهتان یکتا نیست؟ در قرآن هیچ جایش هم نگفته. خب ما و شما نمیتونیم نگفته؟ مطمئن هستی که نگفته الله که ما خالقای دیگه هم داریم در پیرامونش؟ نه کسی در قرآن هم نگفته. باز ما و شما نمیتونیم که قرآن از قرآن بیاریم منبع استفاده کنیم، به خاطر که نه ما تفسیر قرآن درست میفهمم، نه تو میفهمی، نه ای کسایی که قرآن چی کسی گفته در کجا قرآن اومده کتاب تفسیر کنی؟ تفسیر مهم تفسیر قرآن است. ما در کجا قرآن اومده که کتاب مهم از خودش کده تفسیرش است نه خودش؟ بدون تفسیر قرآن چیز نمیشه، باید تفسیر. در کجا قرآن گفته بدون تفسیر قرآن را نباید بخونی؟ آیا بخونی
بو تطبیق نمیشه، باید تفسیر کنم مفسر. خب بسیار خوب، الف لام، الف لام میبره تفسیر کنین برام. من خود مفسر نیستم. خب تفسیر ندارین شما، یعنی قرآن را نمیدونید پس، چون مفسر نیستین اصلا در مورد قرآن هیچی برای گفتن ندارین، درست است؟ در مورد از نگاه علمی ما کده یک کمتون که میفهم بحث میکنم. من از قرآن ما حال برای تو نمیتونم. من با بحث علمی با شما ندارم، شما دوستان عزیز با پرواز خر باور دارین، با شما بحث علمی فایده نداره. پرواز خر در کجا گفتید؟ خب عزیز من حال تو در خر جان دلم گوش کن عزیز من، ببین یک لحظه، شما گفتین که خدای ما یکتا است. من ثابت میکنم که خدایتان به خالق های دیگر هم باورمند بوده، در کنار از اینکه یکتا نیست، خدا گفته که دیگر هم خالق داریم، یکی خداست یکی خالق، خالق باید یکتا باشه. آیه 14 سوره مؤمنون، آیه 14 سوره مؤمنون را باز میکنیم، میریم پیش. فتبارک الله احسن الخالقین. خالقین چی معنا میده؟ خالقین، آها، یعنی که اینجا گفته امو خودش که انسان اگه خلقت کرده، یعنی گفته خودش چیز کرده که ما یه تو یک موجود را خلقت کردیم که خودش برای خود احسنتم گفته، خود خداوند برای خود گفته، یعنی خود خدا آمده خودش را تعریف کرده، درست؟ خودش گفته این کار ما خیلی چیز میگه خود گویی و خود خندی، عجب مرد بوزخندی. ها فتبارک الله احسن الخالقین یعنی چی؟ احسن الخالقین یعنی که به بهترین وجه آفریده شده هر چیز. به فتبارک الله، آفرین باد بر الله که بهترین خالق هاست. چند تا خالق داریم؟ هر چیز به چیز خود خالق. عزیز من باش ما برات ترجمه کنم. فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین باد بر الله که بهترین خالق هاست. جمع خالقین، بهترین خالق. چند تا خالق داریم؟ چیزایی که خلق شده یک چیز رو خلق نکرده تمام. عزیز من بهترین مخلوق ها نگفته، بهترین خالق ها گفته. چند تا خالق داریم ما؟ یک تا یا ده تا؟ بهترین خالقین. تو اینجا چیز غلط ترجمه میکنه. خب پس تو درست ترجمه کن. همون معنای را میده که بهترین خلق کننده است، هم تمام چیز خلقت کرده. میریم به متن فارسی. آفرین. میریم به متن فارسی. آنگاه از نطفه لخته خون آفریدیم و از آن لخته خون پاره گوشت و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را به گوشت پوشانیدیم. بار دیگر او را آفرینش دیگر دادیم. در خور تعظیم است خداوند آن بهترین آفرینندگان. چند تا آفریننده داریم؟ یک انسان خداوند آفریده؟ عزیز من آفریده شدن آفریننده، آفریندگان یعنی که چند آفریننده به موجودی میگن که می آفریده، آفریده شده به موجودی میگن که آفریده می شود. اینجا گفته خالقین نه مخلوقین. خالقین چند تا خالق داریم؟ خالق یک تا است، بهترین. پس چرا گفته آفرینندگان جمع؟ جمع مخلوقات است، جمع بهترین آفریننده، چیزایی که آفریده شده بهترین آفریننده. بچش کار تو بسیار خراب است، بسیار وضعیتت خراب است، فایده نداره عزیز من. تو میدونی، خوب میدونی، خوب میدونی که من چی میگم. قدر میبینی، قدر میدونی، واقعیت را میبینی، واقعیت را میدونی، اما نمیخوایی که اقرار کنی. بچه این افراد جاهل میگه، قصد توهین برات ندارم، این مثال جاهل است. واقعیت را میبینه، واقعیت را میدونه، واقعیت را درک میکنه، میگه نه. شما از توحید صحبت میکنید، این آفرینندگان چی کسانی هستند؟ اگر میگو خدایان، بله ما خدایان متعدد داریم، حرف علایتان درست بود. باش کنم یک نفر را، اگر یک کامنت مدید امور را میتونستم بخونم بالا بیارم، بس شده بالا رفت بالا کامنتش. متوجه شدی عزیز من؟ الله شما یگانه نیست، خودش اقرار کرده که آفرینندگان دیگه هم وجود داره. دیگه ما را آزار نده عزیز من، با قدر میبینی و میدونی و متوجه میشی، اما بازم چی کار میکنی؟ ایمان نمیاری. اصل کافر شماستین، کافر اصلی مسلمان است.
شما یعنی کافران نه. مریم را خوش آمدید میگیم، بفرمایید. دوستانی که میان یک بار میرن دوباره برمیگردن. مریم را بشنویم. سلام، وقت بخیر. شمس را بشنویم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب باشید. وقت شما بخیر، در خدمتیم نازنین. ما پیشتر شنیدم شما درباره علت و معلول صحبت کردین. خب با پاسخ یک دوست خیلی برنامه ما علت و معلول نیست. فقط خیلی کوتاه، شاید 30 ثانیه ما در مورد اون صحبت بکنم، بعد ما یک دو سوال اگر اجازه باشه بله از خود شما میپرسم. ما میخوایم در مورد ازی بگویم که اگر خداوند معلول باشه و علت داشته باشه، خدا نیست. به این خاطر ما میگیم که خداوند علتی نیست، معلول نیست که علت داشته باشه. نظر به کدام استدلال؟ اگر خدا علت داشته باشه خدا نیست، این استدلال در کدام سیطره هست؟ بله، من استدلالش اگر برای شما ارائه بکنم خیلی وقت زمان زیاد. نه، منطقی است، عقلی است، علمی است. بله، شروع نیست. بله، منطقی هم است، علمی خب، هم برهان منطقی است. به کدام نام یاد میشه؟ بله، ببینید، هر چیز یک ظرفیت داره. وقتی ما همه چیز را مفاوض به الله میکنیم که مثلا ما هیچ اجازه نداریم پیش بریم، منظور از این نیست که ما نمیخواهیم پیش بریم، ما میخواهیم، ولی ظرفیت نداریم. ببینید، اگر ما ظرفیت زیر داشته باشیم، مثلا ظرفیت نداره شما، همه انسان ها، همه مخلوقات ظرفیت ندارن. خدای همین قسم جان بفرمایید، نفهمیدم. خواهشن، چرا مسلمانان نمیخوان، چرا ظرفیت ندارن که خدا را بشناسن؟ چرا انسان های بی ظرفیت خدا را باقی میمانن؟ نخیر مسلمان باقی میمانن. نخیر، ظرفیت دارن که خدا را بشناسند، ولی تا حدی که بر اونها اجازه داده شده است. به خاطر چی؟ اگر ظرفیت ازیرا می داشتن که مثلا اگر من مثال بدم خدا را ببینن، پس خدا خدایی نبود که دیده میشد. ما نگفتیم دیدن. پس چی؟ موضوع بحث ما دیدن نبود، موضوع بحث ما برهان علیت بود. دقیقاً علیت هم رابطه. برهان علیت ما باید بگیم دیده شوه چیزی. ما در مورد یک چیز دیگه هم شما بله بحث کردین که زمان هم پیش، جهان هم پیش از زمان به دنیا آمده بود. یعنی زمان وجود این یک مسئله جهان... را تمام کنین دوست عزیز. آقای شمس، همین یک مسئله باشه. ما براتون گفتم نگاه کنید آقای پویا، ما براتون گفتم که فقط 30 ثانیه ما در موردش صحبت میکنم، فقط من حرف خودم میگم، پایین میرم، شما میتونید اینجا مثلا توضیح بدین، من گوش میکنم. من دو سوال یا سه سوال از خود شما شخصا دارم اگر اجازه باشه. او هم نمیخواد از پویا سوال داری؟ فرق نمیکنه، یا از آقای پویا یا از خود شما. بفرما پویا جان، سوال کو که کمی در کار بندازش. جواز پویا استدلال اولی را که کردی در این مورد، می 30 ثانیه برای ما مهم است، چون 30 ثانیه حرف زدی و رفتی که معنا نداره از من. باید ما بدونم که چی. برادر عزیز، ببینید. ما را کوتاه اجازه بدین دیگه جان دل. اجازه بدین. بفرمایید. 30 ثانیه اجازه بدین تا صحبت کنیم. باشه. ببین گله برادر. شما میگین که اگر خدا علت می‌داشت دیگر خدا نبود. درست است؟ بله. اگر خدا علت می‌داشت دیگر خدا نبود. پس خدا نیست. شروع نیست، دلیلی که میگی نیست شروع. بله، اگر خدا علت ند، اگر خدا علت میداشت پس خدا نمی بود. خب ما برایتان بگم، پس خدا نیست دیگه که علت نداره. خب اناله همین استدلالی را که شما آوردین، اگر خدا علت میداشت پس خدا نمی بود، این استدلالتان منطقی است، عقلی است، علمی است، یا کدام بار معنایی را در پیرامون خودش داره؟ اون بار معناییش را بر ما معرفی کنی. هر کدام وادی است این استدلالتان؟ عقل که چنین چیزی را ایجاب نمی کنه. منطق هم نداریم ما برهانی را به این نام. مغالطه داریم به نام مغالطه بستن راه استدلال. بله، در منطق است اما مغالطه است. مغالطه بستن راه استدلال. یعنی چی کار میکنین؟ استدلالی را میارین، حرفی را میارین که دیگر کس نتونه در برابرتان چی کنه؟ همراهتان صحبت کنه در اون مورد. چرا؟ چون راه را میبندین. دیگه اگر خدا علت میداشت دیگه خدا نبود. این مغالطه به نام مغالطه بستن راه استدلال میشه. اجازه است من صحبت بکنم؟ بله، شما ببینین، اگر گیریم که خدای خودش به دنیا نامده، کسی او را به دنیا آورده است، درست است؟ من نمیگیرم، شما بگیرین دیگه. من خدا باور من... نیستم که بگیرم. درست است، من میگیرم. در مسئله شما من خدا باور نیستم. وقتی که خدای را یک خدای دیگه به وجود آورده، پس خدای بعدی را کی به وجود؟ شما از خودتون بپرسین، از من چرا میپرسین؟ خب شما دارین میگین اگر خدا من که خدا باور نیستم عزیز من.
عزیز دل، وقتی شما خدا باور نیستین، این سوال از شماست. من خدا باور هستم، میگم خداوند یکی است و خودش به وجود آمده است. شما میگین که نخیر، خداوند هم میتونه علت باشه یا معلول باشه. کوی یک مثلا ما اگر قلم ساختیم، ما یک علت هستم و قلم میشه معلول، درست است. وقتی که خداوند میشه معلول، پس علت خداوند چی است؟ وقتی شما خدا باور هستین، من خدا باور هستم، میگم نخیر، خداوند نمیتونه علت باشه. من علت خدا شما را نادانی بشر میدانم. خب دانایی علت داره. علت خدای شما نادانی بشر است. خب موجودیت خدا را شما وقتی که میگین که نیست، خب نادانی بشر. شما گفتید علت خدای ما را بگین، من براتون میگم علت خدای شما نادانی بشر است. خب شما بشر نیستین؟ ما بشر هستیم. نادانی بشر یعنی از کسانی که به او خدا باور دارن. خب وقتی که شما به او خدا باور ندارین، برادر عزیز، من براتون میگم من باور دارم، میگم خدا علتی نداره. اگر میداشت خدا نمی بود. من عقیده می است، باور می است. وقتی که شما میگین نخیر، خدا علت داره، پس جواب می رو بدید خدای علت خدا چی است؟ علت خدا یک بار چهارم بر تکرار میکنم، علت خدا نادانی خدا ناباوران هست. بگذار به این شکل بر خدا باوران هست. بگذار به این شکل بر بگویم مثلا چی نادانی در وجود چون شما مثلا... چون شما نمیدونید چرا، چون شما نمیدونید جهان چگونه به وجود آمده، میگین خدا به وجود آورده. چون شما نمیدونید که انسان در رحم مادر خود چگونه نطفه ساخته میشه از اسپرم پدر و تخمک مادر، میگین خدا این کار را میکنه. نادانی های شما را اگر حذف کنین دیگه کاری برای خدا نمیمونه. شما نادانیتون باعث شده که به خدا باور داشته باشید. خب درست است. ما نادانی خدا، ما همیشه نادانی خدا میپذیریم. فعلا میریم به تسلسل اولی میرسیم. وقتی که ما از کمر پدر در رحم مادر به وجود آمدیم، اولین از کمر انسان نمیاد. اون سوره طارق آیه 4 اشتباه است عزیز من. انسان از خصیه های اسپرم از خصیه پدر ما است، نه از کمر پدر ما. قرآن را دیگه اونجا خود تعالی معرفی میگه. سوره طارق آیه 4 و 5 اشتباه است. درسته، درسته. وقتی که امی جای مثلا خصیه که شما میگین، اولین خصیه در وجود یک مرد از کجا شد؟ یعنی چی سوال است عزیز من؟ خب شما میگین، ما باور دارم که امیر خدا گنجانید. بله شما عزیز من، اولین خصیصه در وجود مرد از کجاش بی سوال است. اول عزیز من، در قدم نخست جنسیت ربط به گامت داره. گامت ها را باید شما برید در سایر حیوانات مطالعه کنید تا بدانید که خصیصه در مردان از کجا آمده و جنسیت در مردان از کجا آمده. چرا ما اسپرم داریم؟ چرا زنان تخمدان دارن؟ چرا تخمک دارن؟ ما چرا خصیصه داریم؟ اسم سوالات، سوالات علمی هستند. خب به خاطر گفتم شما به طرف خدا میرید. درست است. وقتی آقای کاوش من براتون گفتم من 3 ثانیه صحبت میکنم، بعد 2 سوال دارم، سوال ما رفت میگیره به می تا ما بدونم سوالات را اول از پویا جان سوالات را مطرح کنم که من کمی تفریح کنم. بفرمایید. درست است. یک سوال جوابش رو بدید. من میخوام یک چیز دیگه رو بس میکنم، البته زیاد نه، فقط شاید با معرفی نداری که من برم یک گلاس چای برم بیارم عزیز من. میتونین برین آقای پویا است، میتونم من صحبت بکنم. بسیار خوب گلاب، بفرمایید. بله قبلتر آقای کاوش صحبت کردن در مورد احسن الخالقین، اونجا مسئله خالق برمیگرده به انسانی که فعلا یک چیز رو اکتشاف میکنه یا اختراع میکنه یا تولید میکنه. خداوند خودش بهترین خالقان معرفی میکنه. من میگم من یکی و خلاص. اگر خداوند اونجا میگفت بهترین خدایان، ما میگفتیم بله خدایان دیگه موجود داره. ولی خالقین کلمه جمعی است که رب میگره به مخلوقاتی که امروز یک چیز دیگه رو خلق میکنن، که عقل انسانی که برشت عقلی رسید و برشت مغزی رسید، باز یک سری اکتشافات اختراعاتی میداشته باشه. سوال من این است، اولین سوال که وقتی مثلا کسی داخل لایف شما میشه، خب درباره کدام خالقین صحبت میکنه دوست عزیز؟ خالقینی که آقای کاوش بیشتر مطرح کردن در آیه 14. نه الله، شما درباره کدام خالقین صحبت میکنه؟ خالقینی که امروز خدا نه مخلوق هستن. یک نه امروز را نمیگم عزیز، در 1400 سال پیش این آیه را وقتی که برای محمد فرستاده بود درباره کدام خالقین صحبت میکرد؟ اونجا دیگه خالق آیفون نبود، وجود نداشت. آیفون تنها ما نمیتونیم روی آیفون تمرکز کنیم. بعد خب نه، حالا من میخوام بدانم که اونجا الله در مورد کدام خالقین صحبت میکنه. خب عقل این استدلال را که شما آوردین مبنا بر چی هست عزیز؟ این استدلال آیا استدلال فردی تان هست یا که نه به این کدام سندی دارین؟ من میخوام فقط نظر خود در موردش بیان بکنم. نه خب نظر شما که برای دیگران مهم نیست عزیز، شما باید سند بیارین. شما باید بیایم از قرآن صحبت بکنین. شما اگر من برای شما آیه دیگری آوردم که درباره خدایان دیگر صحبت میکنه، بعد چی؟ یک لحظه با ما اجازه بدین نگاه کنین. عقل منکشف انسان اگر امروز اختراعی یا خلقتی به وجود میاره و کرده، در این آیه ثابت است. آیت بیشتری است که خداوند گفته که در چنین روزی چنین اتفاقی میفته که ثابت هم شده است. در چنین روز کدام روز مثلا؟ مثلا کدام روز رو گفته؟ آقای بله آقای پویا، شما مطرح کردین که مثلا آیفون 1400 سال قبل نبود. 1400 سال قبل
اگر نیازی می بود آیفون بد می آمد. چرا؟ یک لحظه من یک سوال نمی جاست شما میکنم. چرا مثلا در سال 2026 شاید ما یک اختراعی داشته باشیم که امروز نداریم؟ خب ما میتونیم اختراعات امروز ما بگیم. چرا مثلا همین چیزی که ما آیفون چرا مثلا چون اون دانایی رو که ما داریم، ببین اون دانایی رو که ما داریم الله نداشته دیگه، محمد نداشته در 1400 سال پیش. خب اگه همه چیز خداوند از آسمان بود میریخ به انسان ها، از آیفون گرفته تا اخترا، نه خداوند شما که وجود فیزیکی نداره، وجود اصلا نداره، او در کنج ذهن شماست، او چی چیزی رو از آسمان نریختانده که دیگه چیزها رو برای شما بریزانه. خب درسته، سوال من برمیگرده به همین یک سوال، نمیخوام مسرور حالا یک چیز شما نام بگید که از آسمان راه کرده باشه به دامن محمد، چی بوده او؟ ببین او کامل ترین چیزی است که امروز واستم بیشتر از 8 میلیارد انسان. مرغ بریان بود عزیز من، کجایی که ما به یاد دارم این مرغ بریان، این مرغ بریان از کسایی شون، من خودم هم متاسف هستم با خودم که دانایی من تا اندازه نیست که بیام با شما بحث بکنم، باید من اول حاصل میفهم علمی حاصل خب مرغ بریان جواب ببین عزیز آسمان، اجازه بدین نه خیر اجازه بدین یک لحظه میره شمشون بشنوا میره شمشون، من میخوام یک حرف ارائه بکنم چون یادم میاد دوست عزیز، یک لحظه بشنوا میره، نه معذرت بخوای و مرا اجازه بده که حرف خود را بگویم. ببین هموطن من، جوان وطن من نمیخوایم بیه که در لایف بگویم من دانایی ندارم و من معذرت خواهی میکنم، و جای این که تو این وقت خود را در اینجا ضایع کنی، برو یک مطالعه بکن عزیز، بیا دست پر، بیا جواب همین کاوش مرتد را بده. من تو اندازه که من فقط اومدم که سر سوالی باز بکنم که آقای کوش پیشنم پرسیدن و گفتم اگر اجازه باشه دو سوال میپرسم، نمیخوام بحث طولانی بسازم و چیزی نمیفهمم از من سوال شوه. من متاسف بایی هستم. خب سوالاتی تا پرسان کن عزیز، سوالاتی تا پرسان کن، برو پایین که برات بگوین، یک سوال تا پرسان کن، تمام وقت برنامه زیاد گرفته نشه. بفرما عزیز سوال، دو سوال است، فقط سوال اول من این است که فرق درود با سلام چی است؟ وقتی که یکی میگه بالا شما میگین سلام نگو، فقط برام درود بگو. و ثانیاً وقتی که شما به هیچ خدای باور ندارین، پس دین شما یا نظر شما چی است که جهان از کجا به وجود آمد، با کدام دین هستی؟ فقط همین دو سوال. سیقل از یاد تماشا کردی لایوهایشه؟ من هر لایوه رو تماشا نمیکنم، فقط لایوه کار میکنم. شناختی چی کسی رو میگم مالکشی رو به اسم سیقل؟ آخه من فقط گفتم بیکار نیست زیاد لایوه رو تماشا بکنم. نه صادقانه من نمیشناسی؟ نه خیلی نه. بسیار خوب، فرق میانه درود و سلام رو بگذارم من از دیکشنری برایت بیارم. میریم به طرف دکشنری که چی مورد را در این مورد داره. فرهنگ من در لابل برنامه میارم عزیزم، سوالات را جواب میدم. سلام را که میدونم، میتونم برات بدون عزیزم بگم سلام از اسلام اومده و فلسفه خطرناک هم داره. قبلا وقتی میدیدین شما وقتی میگفتین سلام، سلام مهتر بودن، بزرگ بودن فرد را برای تو نشان میده. وقتی شما میایین مثلا با کسی میگین سلام، چرا در اسلام به مخاطر است میگه خرد باید به بزرگ سلام بده؟ اگر واقعا آرزوی این باشه که شما به فرد سلامتی نثار کنین، چرا بزرگ به خرد سلام نمیده؟ اما خرد به بزرگ سلام میده به خاطر که سلام ریشهش امین هست که شما باید به فرد بالاتر از خودتان سلام بدین. در وقت حمله تازیان، وقت حمله تازیان بر کشور ما، بر مناطق ما، ماها کسایی که چیکاره بودیم، مسلمان شده بودیم، توسط اونها ما مجبور بودیم برشان سلام بدیم. اما در صدر اسلام هم بوده، گفتم این مسئله است که جوابای متفاوت داره، جوابای متفاوت داره و یک جواب نیست که برای شما امورا بتونم بگویم. حالا در تاریخ اسلام یک مبحث باز میشه، در صدر اسلام مبحث دیگه ای است که مربوط تاریخ صدر اسلام میشه. اما در کل من فکر نمی کنم که سلام را برای مردمم پیشنهاد کنم، به دلیل اینکه خب ما درود داریم در زبان خود ما است، یک مسئله که زبان پارسی ما است، آرزوی امان حرمت و آرزوی سلامتی به طرف است. من بعدا معنی درود را براتون میارم در قاموس فارسی فرهنگ عمید، ببینیم که در اونجا در مورد درود چی گفته، برایتان نمایش بدم. من که میدونم تعریف درود امین هست، اما بازم با منبع برایتان من میارم و تشریح میکنم، توضیح میتونم برایتان. من مسئله سلام دادن، خب این که
عرب ها خودشان هم سلام نمیتن، میگن اهلا و سهلا. عرب نامسلمان سلام نمیته، عربی که مسلمان هست خب سلام میته. ما کوشش کردیم همون چیزی که عرب ها میگن اهلا و سهلا میگن، ما با عرب مشکل نداریم، اما با سلام من شخص خودم مشکل دارم. چرا؟ چون هر چیزی که در ذات ریشه اسلام هست اسلامیزه شده، من با او مشکل دارم. در کل واژه سلام از شلوم زبان عبری آمده. شلوم میگن اونها که تا امروز هم اونها شلوم میگن، و عربی هم برگرفته شده از زبانهای کنعانی و سوریانی و عبری و سایر زبانهای اون زمان هستن که در مناطق شمال و غرب و جنوب و شرق بود که با هم یک جا شدن زبان عربی را ساختن. حالا بر صورتش مدر لابلای برامه معنی درود را براتان از یک قاموس معتبر زبان پارسی میارم به منش میگذارم. بای جان بفرمایید. من سپاس کاوش عزیز. و سوال دیگه شانی بود که اگر شما خدا ناباور هستین، پس جهان چی طور به دنیا آمده و شما به کدام دین هستین؟ این تیک سوالشان قسمی بود. خدا ناباور باشی دیگه دین از کجا شد عزیز من؟ دقیقا من همیرم چه سوالشان ناقص بود. خب منظورشان این هست که اگر خدا نباشه، الله نباشه، یا که ایندو نباشی، چی نباشی، یهود نباشی، پس جهان چی دار به وجود آمده؟ جهان عزیز از امون لحظه بیگ بنگ آغاز شده و امروز تا اینجا رسیدیم. میتونین شما در این باب برین مطالعاتتان را مطالعه را شروع کنین در باب بیگ بنگ. خب من دوست را بیارم کاوشان بالا. تکاور عزیز بفرمایید، خوش آمدین، بشنویم شما رو. سلام خوش عزیز و مشاور ارشدتان آقای پویای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. و یک سوال در مورد خلقت یا آفرینش جهان. اگر تمام ادیان خرافات بیش نیسته، پس ما نمیتونیم بگیم که علمم خرافاته. ما نمیتونیم علم رو، آیا میتونیم بگیم علم هم خرافات است آقای کاوش؟ سوالی که از من جواب بگیم، سوالی بود که اگر ادیان خرافاتی بیش نیست، آیا ما میتونیم بگیم علم هم خرافات است؟ بس ما نمیتونیم بگیم علم خرافات. حالا سوالی که جوابش برای خودت مشخص و نه، حالا یک سوالی دارم جان دلم، یک لحظه گوش کن عزیز من. سوال کردی گوش کن عزیز من، سوال که میکنی چرا قاطیش میکنی عزیز بزرگوار؟ چیزی که عیان است چی حاجت به بیان از یاد پدرای ما برام میگفتن؟ چیزی که عیان است دیگه از ما چرا میپرسی؟ حالا ما بیایم بگیم رنگ سفید را میتونیم بگیم رنگ سیاه است، خب نیست دیگه بابا. بفرما گلم. خیلی خوب، حالا پس ما یک تعریف از علم داریم و در علم فیزیک ما یک تعریفی داریم به نام انرژی، درسته؟ و انرژی از خود یک تعریفی داره. انرژی چیزی که نه به وجود میه و نه از بین میره، بلکه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، درسته؟ خب حالا اگر ادیان خرافات بیش نیسته، پس ما تمام خلقت، تمام چیزهایی که در کائنات هست و در کره زمین صدای مبارکت قطع وصل میشه، کمی با انرژی تر بلندتر صحبت کنی. زمان گفتم اگر دین ادیان خرافات هستند، پس ما یک تعریفی داریم در فیزیک که میگه ها انرژی. انرژی چیزی که نه در وجود میه و نه از بین میره، فقط از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه. از تمام چیزهایی که در کره زمین وجود داره شکل گرفته از انرژی هسته، و مثل ما انسان ها دقیقا انرژی هستیم. زمانی که از بین موریم، در واقع ما از بین نرفتیم، پوست استخوان از ما از حالت استخوان یا از حالت گوشت تبدیل شده در حالت خاک، که دقیقا تعریف انرژی رو در اینجا معنا میده که از یک حالت به حالت دیگر تبدیل شده. و اگر ما یک دانه سبر همونجا بیکاریم، 10 سال بعد تبدیل به یک نهال میشه. میخوایم نظر شما رو در این مورد بدونم آقای کاوش، که شما در این مورد چی نظری دارین؟ که آیا تمام مورد در مورد زندگی بعد از مرگ؟ نه، در مورد آفرینش جهان، که آیا تمام چیزهایی که در خلقت وجود داره
از تشکیل شده از انرژی است یا نه؟ خب جواب ما را شما دارین، در این مورد تئوری علمی دارین، جواب ما برایتان از تئوری علمی که شاید مقدورتر باشه. چون ما خود دایی باورم که جهان همه چیز ساخته شده از انرژیه و انرژی فقط از یک حالت در حالت دیگه تبدیل میشه. هر آنچه که در کره زمین ما میبینیم، انسانها، موجودات، سوال در کجا هست عزیز من؟ درست است، جهان منبع تمام جهان فواران انرژی است، یا همون نقطه صفر کوانتومی که ما برش میگیم، یا هیچ کوانتومی، همون نقطه را ما به نام انرژی یاد میکنیم. سوالت چی از درامین مورد؟ سوال در اینجا خب پس ما باید در این نتیجه میرسیم که همه چیز تشکیل شده یا ساخته شده از انرژی است، بلشمول خب. ما انسان ها آیا ای همچین خب. چیزی؟ شما چی نظری دارین در این مورد؟ تا چی حد حقیقت دارد؟ تئوری علمی است عزیز من، تئوری علمی است، در حد تئوری علمی امروز قابل ارزش است برای انسان ها. هرگاه نظری بیا یک این نظر را زیر سوال ببره و چالش بکشه از بین ببره، خب ما چیکار میکنیم دیگه؟ اون نظر جدید را میپذیریم. تا امروز همین نظر حاکم است، چون دلایل بسیار خوبی برای خودش توسط تئوری پردازش بنیانگذاری شده، مطرح شده. و سوال دوم در مورد از این که مثلا بیشتر مردم ما مسلمان ها که ما یکی در وجود خداوند پیموبره، تنها یک دلیل میمانه اینجی که اونا بیشتر توجهشان رو میبرن طرف وجود روح در بدن و این تعریف علمی نداره روح. و ما تنها چیزی را که میتونم مثال بزنم، مثلا یک ربات ساخته در نام صوفیا که اگر روشنش کنه به چندین زبان میتونه صحبت کنه بهتر از ما و تو، هیچ تفاوتی نداره، مثل ما و توه. ولی تعریف روح در بدن چیه؟ تحرک داشتن بدن. از زمانی که انسان نمیتونه یک چیزی را مثل روح بسازه، ده اینجیا که ده وجودیت خدا پی مبره بعض، یا که یک چیز بالاتری وجود داره که همچین چیزی را خلق کده، که بیشتر مسلمانان به این طرز فکر هستن. دلیل وجودی که اونا به خدا وجود پی مبرن ده وجودیت خداوند، همین روحیه که در بدن وجود داره. و اگر خارج از او، اگر روحی در بدن وجود نداشت، اصلا خدایی وجود نداشت. اگر کسی با یک مثلا صوفیا ربات رو ساختن، میگه بر روبا گفتن عزیز من بس بسیار ساده است، میگه بر روبا گفتن شاهد چی است؟ گفت دومم شاهدم است. بزرگوار، ایشان کنوز روح را تعریف نتانستن، خدا را چیگونه توسط روح میتونن برای ما ثابت کنن؟ من دنبال ثابت کردنش نیستم، من خودم شخصا در این باورم. من شما نمیگم، مسلمانان، خدا باوران، کسایی که به خدا باور دارن و منبع اثبات خدایشان را روح معرفی میکنن، خب اول روح را باید ثابت کنن تا بتونن خدا را بعد از طریق روح ثابت کنن. هنوز خود روح قابل اثبات نیست و چگونه میتونن خدا را از طریق این چیزی که هنوز ثابت نشده ثابت کنن؟ خب ببین الان اگر روح برای شما ثابت شده نیسته، تفاوتی که بین شما و رباتی به اسم صوفیایی که وجود داره در چی هستن؟ تفاوت انسان با ربات در چی است؟ انسان موجود طبیعی است، ربات موجود میخانیکی عزیز من. خب دلیلش چیه؟ الان تنها دلیلی که میتونه خب بدن انسان را چی ده تحرک میرد؟ مثل ابرار ما میگه کاوشان اگر رو از بدن پویا بیرون شود، چون این باور به رو داره، بره در داخل ربات، او ربات به پویا تبدیل میشه. هنوز موجودی نامده که روح بسازه. اگر در سالهای آینده، در سال 2050-2100 نمفهم کسی انسانی که بتونه مثلا روح دوست عزیز شما که باور به روح دارین، مثلا شما به این فکر هستین اگر الله گوش کنین مسلمانایی که باور دارن، شما دارین دیگه مسلمان از فرد سوم دارین، درباره فرد سوم صحبت میکنین، از عزادرات خود صحبت نمیکنین شما. حالا همون مسلمانی که باور داره بر روح، شما فکر میکنین او باور داره روح اگر از اون مسلمان بیرو بشه بره در اون ربات صوفیایی که شما نام گرفتین، او دیگه به انسان تبدیل میشه؟ اگر الله خواسته باشه این کار رو بکنه، اینو باید از مسلمان ها بپرسین که اجازه بدین پس مسلمانان بیاین از سوال کردن ما از اونا بپرسیم. سپاس از شما که بالا اومدین محترم. قربانتون.
بشنویم بهرامی عزیز را. سلام و درود خدمت پویای عزیز و کاوش عزیز. من یک سوال داشتم و یک گفتنی داشتم. سوالم این بود که مثلا در اسلام میگن که 4 کتاب الهی اومدن، زبور و تورات و انجیل و قرآن. بعد این خداوند عالم مثلا دلیلش چی بوده که دین هی عوض کرده، آپدیت کرده، مثلا گونه شده بوده، مثلا زبور یا تورات یا انجیل مثلا که آخریش قرآن باشه، اینا به چی دلیلی عوض کرده، گونه شده بوده، آپدیت کرده، چی یعنی اون فاسد شده بوده اون دین، چی چرا همچین کاری کردن؟ در صورتی میدونسته که مثلا اختلافات زیاد شاید پیش بیاد دین جدید که بایان بفرمان جواب بتین. سوال جالبی است کاوشان، چرا مثلا الله حالا مسلمان به این باور است که اینا جزء ادیان ابراهیمی هستند و الله خدای اینا هست، الله هم اون 4 کتاب را که فرستاده برای یهود و برای عیسوی و برای مسلمان و کتاب دیگر، دلیلش چی بوده که این 4 کتاب را فرستاده و این هر کدام پیامبر را که فرستاده بعد از او اینا با مشکلات زیاد برخوردن؟ سوال منطقی هست. به این سوال جوابی که درست باشه وجود نداره عزیز. اینا کسانی بودن که کپی از هم دیگر کردن. مثلا بگیم که در یک منطقه یک قبیله زندگی میکردن، اینا آمدن برای خود خدا ساختن و برای خود کتاب ساختن، قوانین ساختن، اون قوانین را ربط دادن به اون خدا. قبیله دیگر او طرفتر آمده از اینا کپی برداری کرده و آمده مثلا مسائل را بیان کرده برخلاف از اونا. اگر اینجا مثلا در او قبیله گاو گوشت خوردن گوشت گاو آرام بوده، در اینجا حلال کرده. بعد چرا بر ضد، دقیقاً بر ضد اونا. اگر اون طرف اونا مثلا گوشت خوک می‌خوردن اینجا حرام شد، اگر اون طرف اونجا شراب می‌نوشیدن اینجا حرام شد. اینا مسائلی هست که اینا بر ضد همدیگر قبیله ها و اینا کاملا اینا ربط دارن به همدیگر و کپی برداری شدن. این مسئله ای نیست که خدای وجود داشته باشه و بعد این آمده باشه بعد 4 کتاب فرستاده باشه، 1,24,000 پیامبر فرستاده باشه. اگر ما این 1,24,000 پیامبر را بیاییم مثلا تقسیم این زمانی که این ادیان ابراهیمی هست بکنیم، شاید روزانه 50 نمیدانم حالا دقیق 50 پیامبر باید میفرستاده این الله. متوجه هستین؟ حالا به این خاطر این سوال شما سوال منطقی است، این را باید از مسلمانان بپرسن و مسلمانان هم به این پاسخ ندارن عزیز. این دقیقاً پاسخ ندارن، چون که خدایی که آمده یک کتاب فرستاده در یک جا، مثلا عمل که خوب باشه، بگیم خوب، عمل خوب نمیتونه در یک جا خوب باشه، در یک جا بد باشه. بعد در یک جا آمده برای مردم گفته این کار را بکنین و در جای دیگر بعد در یک زمان دیگر آمده گفته نه نکنین که این عمل خرابی هست. پس این نمیتونه که خدا وجود داشته باشه و این کار کرده باشه. مگر من از این دیگه پاسخ بهتر دیگه من نمیتونم برای شما ما داشته باشم، چون این سوال سوالی است که باید از دقیقاً از مسلمان پرسیده شود و این سوال چالشی هست که باید از مسلمان، چون این سوال شما مسلمان رو با این سوال به چالش میکشین و او جوابی نداره با این سوال شما. صحبت دیگر که داریم برامی از بفرمایید. دلیل منطقی پشتش من که خودم فکر کردم حداقل دلیل منطقی پشتش ندیدم واقعا. نمیشه دلیل منطقی بیارین. یه گفتنی دیگه داشتم. ولی سوال منطقی هست. سوال شما کاملا به جا هست. این چرایی را که شما میگین کاملا به جا هست عزیز. بفرمایید. یه حرف دیگه داشتم. من خیلی لایف های شما را دنبال می‌کنم. بعد یه سری از آدم ها میگه اگر مثلا دین اسلام اینجوری بود چرا 1 میلیارد نمیدن پیرو داره فلان اینا. اگر بد بود، خب اگر الان مثلا آماری که وجود داره، خب دین مسیحیت آمارش خیلی بیشتر از اسلامه، پس چرا مسلمان ها مثلا اسلام مسیحیت قبول نداره؟ اگر مسئله آماری باشه، خب آمار اونا بیشتر از مسلمان هاست. آماری بودیزم هم خیلی زیاده.
پس نمیتونیم بگیم که هر که آمارش بالا بود 100% این حقیقت درسته. بله سپاس، سپاس از شما دوست عزیز. ببینین همین سوال را مثلا شما وقتی که مسلمان میای میگه اگر اسلام خرابی بود پس 1.5 میلیارد فالوور یا که مثلا نمیداشت، خب این بر میگرده و اون تولید مثلی که در خانواده های مسلمانان هست. ما هم که از خانواده های مسلمانان به دنیا آمدیم. ببینین خانواده هایی هستن که بیش از 6 فرزند دارن. حالا اگه اینا همه اگر تصمیم بگیرم از این به بعد اینا 2 فرزند بیشتر نداشته باشن، بگن خب ما از امروز به بعد ما تصمیم میگیریم که 2 فرزند داشته باشیم و چون بتانیم رسیدگی کرده به سفر این فرزند، به تدریس این فرزند، به تحصیل این فرزند، به تمام زندگی از او بتانیم رسیدگی کرده و تصمیم بگیرن که 2 فرزند تولد کنن، از این به بعد تولید مثلشان 2 فرزند بیشتر نباشه، آیا در 50 سال آینده این 1.5 میلیارد آیا به 3 میلیارد تبدیل میشه؟ خب نمیشه دیگه، به خاطر که این 1.5 میلیارد که امروز مسلمان هست 1% ما مسلمان واقعی را نداریم. این 1.5 میلیارد همان مسلمانان زینی هستن که روز ما برنامه داشتیم در بارشان صحبت کردیم که اینا ذهنن اینا خود را مسلمان میدانن چون در تذکرهشان و مسلمان نوشته هست و در خانواده مسلمان به دنیا آمدن. اگر اینا تولد مثل کم کنن نفوس مسلمان ها روز بروز پایان میه، پایین تر میه. سپاس از شما برامی عزیز. اگر صحبت نباشن بفرمایید. ببینین آمار دوستان عزیز، این مسئله آمار را من برایتون تشریح کنم از یک مغالطه. ما مغالطه داریم به نام مغالطه توسل به محبوبیت یا توسل به چی؟ اکثریت. مغالطه توسل به محبوبیت یا به اکثریت به نام های انگلیسی به این نام ها یاد میشه، دوستان میتونن سرچ کنن و پیدا کنن و به نام فارسی. این مغالطه زمانی صورت میگیرد که محبوبیت یک گزاره یا مورد پذیرش بودن آن توسط اکثریت به عنوان دلیل برای درستی آن ارائه میشود. این مغالطه معمولا از الگوی زیر پیروی میکند. شخص A در استدلال گزاره P را مطرح میکند. خب از این مسئله میگذاریم. ببینید علت مغالطه بودنش چی است؟ دلیل مغالطه آمیز بودن توسل به محبوبیت یا اکثریت این است که یک گزاره، ببینید عزیزان، یک گزاره باید به صورت عینی و مستقل درست باشد و این که چه کسانی و چه مقدار کسانی آن را قبول دارند یا قبول ندارند و درستی آن گزاره لزوماً ارتباط پیدا نمی کند. محبوبیت یا اکثریت برای یک گزاره نمی تواند. اینجا گفته حقیقت بیارد، خب من بگم واقعیت بیارد. ولی روشن است که این ادعا در چون استدلال آلوده به توسل به محبوبیت این واقعیت آشکار را نادیده می گیرد و مغالطه آمیز است. بناهن کسانی که میان میگن اسلام چون زیاد پیرو داره و همون دلیل دین خوب است، این مغالطه به نام چی یاد میشه؟ مغالطه توسل به محبوبیت یا اکثریت. اگر یک چیز خوب باشه یا یک چیز بد باشه، ما به طرف پیروان اون چیز نمیریم. چرا؟ ما میبینیم که از قرآن کرده مراجعین فیلم های پرن زیادتر هستن، از محمد کرده پرنستار های مشهور را مسلمانان میشناسن، فیلم هایش زیاد دیدن، اما دو تا کتاب صحیح مثلا صحیح بخاری و مسلم محمد در گوشی هایشان نیست، اما 100 تا پرن میا خلیفه در گوشی هایشان وجود داره. پس مسلمانانی که دنبال رب میا خلیفه هستند و نه دنبال رب محمد، آیا میا خلیفه از محمد کرده فرد معتبرتر، خوبتر و ستودنیتر هست؟ نه، محال است. چرا؟ به دلیل این که ما دنبال پیرو نمیریم. نظر وقتی یک گزاره را مطرح میکنیم، گزاره باید خودش خوبی خودش را برای ما بتانه بیان کنه. اسلام اگر دین خوب باشه، برای شناخت اسلام پیرو نیاز نیست. برای شناخت اسلام اگر 2 تا هم پیرو نداشته باشه قرآن کافی است. اسلام اگر 2 تا پیرو هم نداشته باشه، قرآن کتاب معتبر باشه، درست بودن اسلام را برای ما ثابت میکنه. نیاز به پیرو ما نداریم. این مغالطه به نام مغالطه توسل به محبوبیت یا اکثریت یاد میشه. تشکر پویا عزیز.
قربانت کوش عزیز، قربان، سپاس. نوید جان را بشنویم. آقای فیضی سلام، امیدوار هستم خوب صحتمند باشید. باشم اکی میخواستم بگویم از آقای کوش عزیز که آیا میتونه فعلاً در دنیای امروزی استرس، فشار روحی، تشویش، چیزایی که مثلا در وجود ما هست، در ذهن ما هست، اینا میره با خود انتقال بتن، کار میتونن انجام بتن؟ چی کسی با خود انتقال بده گل؟ استرس، فشار روحی که امروز فعلا ما دارم، آیا امکانش هست که امیر شما با خود بگیری؟ نه خیر. بخاطر که روز قبل ما سوال کردم، گفتم که وقتی که آخرت وجود داشته باشه و آخرت باشه، و اگه ما بیایم اسلام ترک کنم و آزاد اندیش شوم، بعد شما گفتین که تمام گناه هایتان ما به دوش خود میگیرم، از تمام مسلمان ها را میگیرم. بس جرم هست عزیز من، جرم را بتونی در گردنت بگیری که چه مشکلی هست. باز در او صورت وقتی که در استرس دنیا نمیتونین استرس و فشار روی اگه انسان را بگیرین، باز اونجا چطور میتونین که مسئله فرق میکنه؟ مسئله فرق میکنه جان دلم. من فکر کردم شما از نگاه اون افرادی میگین که میگه دردت به جان ما، دردت به جان از اون میره، نه محال است، چون این چیزی از نگاه علم، یعنی بار علمی نداره این مسئله. اما اگر ما بیایم روی مایکت مزاحمت میکنه، روی این که مثلا پویا چیکار میکنه، پویا ضرر میکنه، پویا در یک جای میره، حالا فرض میکنیم قمار میزنه، پویا پول نداره، من میگم پول قمارت در گردن ما به شرطی که تو دیگه قمار نزنی، آیا محال است؟ محال نیست. من میرم پول پویا را میتونم دیگه قمار نمیزنه. پویا میره مثلا کار بدی میکنه، جریمه میشه، من میگم جریمه ایت را من میپردازم به شرطی که دیگه کار بد را انجام ندی. یا مثلا میره بابا جان در حالت که مشروب نوشیده در جلو ماشین مینشینه، ماشین را درایوری میکنه، درایور میشه، من جلوگیری میکنم از این کارش، میگم به شرط که دیگه انجام ندی این بار، من به گردن خود میگیرم و همون مدت پولی که باید، همون مقدار پولی را که باید بتی به دولت، او را من میتونم، ولی میتونم به گردن خودم بگیرم. اما مسئله این که ما بتونم استرس را از پویا به خودم کش کنم، در علم محال است. علم چون این جازه ایره نمیده. موضوع بعدی آزاداندیشا در مورد خودکشی یا از بین بردن خود قتل نفس این نظر دارن؟ بسیار خوب. ببین جان دلم، هر عملی را که انسان انجام میده و این عمل باعث ایجاد درد و رنج غیر ضروری به دیگران و به خود انسان میشه، این عمل عمل ناموجه است. چرا ناموجه است؟ به خاطر اینکه این عمل باعث درد و رنج غیر ضروری میشه، باعث درد و رنج میشه. حالا چرا؟ مثلا خودکشی چی عواقبی میتونه داشته باشه؟ خب شما عزیزانتان که در زندگی هستن به اونا رنج میتین، شما خودتان که میتونید زندگی کنین جان خودتان را میگیرین. چرا جان خودتان را میگیرین؟ باید خودکشی علت داشته باشه. مثلا خب قرضدار هستین، نمیتونین قرض را بپردازین، هر روز کسای قرضدار شدن هستین میان دنبالتان و دنبالتان میکنن، حتی امکان داره لتو کوب کنن و جانتان را بگیرن. در این شرایط میرین شما چیکار میکنین؟ خودتان را میکشین. اما یک انسانی که آزاداندیش باشه، خرد داشته باشه و عقل داشته باشه، کوشش میکنه مشکلات را از راه بهتر و از راه خوبتر حل کنه. یعنی هیچ مشکلی در جهانی که ما زندگی میکنیم، هیچ مشکلی نیست که حل شدنی نباشه. هر مشکلی که شما بگین راه حلش وجود داره، بنابراین ما میتونیم مشکلات ما را حل کنیم. خب گرفتن جان به نظر ما من حیث یک آزاداندیش، خب گرفتن جان خود انسان، که انسان جان خودش را بگیره، خودکشی کنه، درد و رنج غیر ضروری به عزیزان وابسته به این فرد هستن. حالا فرض کنیم که شما میگین نخیر، هیچ کسی نداره، تنها زندگی میکنه و ربطی به دیگران نداره، پدر مادرش نامشخص است، اولاد کسی نیست، همسری نداره، زندگی نداره، پس در این شرایط ما چگونه باید تحلیلش کنیم؟ در این شرایط انسان برای آمدنش در این دنیا، برای آمدنش در این زندگی که داره، انسان رسالت که باید او را انجام بده. چی کار باید کنه؟ باید به امو اندازه که از طبیعت چی کرده؟ اکسیژن گرفته، کاربون دای اکساید تولید کرده، به امو اندازه به طبیعت مفید باشه. آیا گرفتن جان ما بدون از این که ما فایده برسانیم به بشر، به انسانیت، به ایکوسیستم، ما قرضدار میمونیم؟ بله ما قرضدار میمونیم. ما باید
با همو اندازه ای که به طبیعت صدمه زدیم، کاربون دای اکساید تولید کردیم و اکسیژن طبیعت را گرفتیم و به اکوسیستم صدمه زدیم، با همو اندازه باید مفید باشه بتونیم از این زندگی که داریم انجام دادیم ما چی کنیم بپردازیم. انسانی که بدانه این مفهوم را که باید ما مکلف هستیم برای پردازش و پرداختن قیمتی که زندگی برای ما داده شده در طبیعت، به این شکل ما میتونیم علاقمند زندگی باشیم، زندگی ما را دوست داشته باشیم و مکلف به زندگی کردن از هر انسان. چرا؟ چون این مسئله زندگی انتخابی نیست، ما به انتخاب خودمون نیامدیم. انسان وقتی در این دنیا میآید، تولد میشه، از رحم مادر خودش خارج میشه، به انتخاب خودش نیست. اما چگونه هدف زندگی ایجاد میشه؟ هدف زندگی وقتی ایجاد میشه که شما بدونید زندگی چی هست، زندگی باید چگونه صورت بگیره. و هدف زندگی به نظر من، هدف اساسی زندگی و زندگی کردن و زنده ماندن خود چی است؟ شناخت زندگی است. شما اگر زندگی را بشناسین و خوبی های زندگی را بشناسین و به زندگیتان مفهوم ببخشین، زندگیتان دوامدار می باشه و هیچ میل خودکشی به انسان خردمند نمی زنه به نظر من. و می خواستم یک موضوع دیگر را یادآور شوم. مثلا معلوم نیست که از کجا آمدیم. آمدیم در این زندگی میکنم، بعد آینده ما معلوم نیست که ما کجا میریم و چی میشیم. یعنی ما چرا پیشتر شما گفتیم که یعنی آدم باید از این دنیا قرضدار نره. من یک مثال گفتم برای تشویق انسان به زندگی. ما میتونیم یک مثال برای ما بسازیم، معنی و مفهوم به زندگی ما بسازیم، نه اینکه من 100% قرضدار هستم. نه دیگه عزیز من، اون یک کنایه بود. کنایه را با مسئله شما باید بدونیم که گزاره‌ای که من بیان کردم در مورد قرض، که ما در طبیعت به مو اندازه‌ای که هستیم و تولید کاربن دای اکساید میکنیم، گازهای گلخانه‌ای را میسازیم و به اتمسفر زمین صدمه میرسانیم، باید ما مفیدم باشیم، باید ما بپردازیم. متوجه هستی گلوم؟ به همین دلیل نیاز... کنایه گفتم. پس نیازش چی هست؟ مثلا ما از یک گذشته نامعلوم آمدیم، در حال زندگی میکنیم، بعد به آینده نامعلوم آمدیم. گذشته ما چی کسی میگه نامعلوم هست؟ چرا مادر پدر ما معلوم نیست؟ نه ای خب پدر مادر ما معلوم است، یعنی ای گذشته خب حال ما نمیتونه نامعلوم باشه، چون ما نبودیم. این دنیای امروز است مثلا که ما آمدیم. قبل از این دنیا یک امروز است دیگه، دنیای غیر امروز که وجود نداره عزیز من. یعنی دنیای فردا هم باز هم امروز همون فردا میشه دیگه. یعنی ما یعنی ما امروز آمدیم همینجا و گذشته نداریم و آینده هم نداریم، فقط همین حالی که هست، این دنیا هست، تمام. همه قدر مطرح کنین عزیز من، سوالتان را تکمیل کنین. سوال اینمی بود، گفتم یعنی ما از یعنی گذشته نداشتیم، اینمی حال ماست و آینده هم نداریم، همه قدر تمام. ببین جان دلم، شما میگین ما گذشته نداشتیم، هیچ انسانی قبل از تولد وجود نداشته، هیچ انسانی قبل از تولد وجود نداشته و وجود نداره. وقتی ما تولد میشیم حال ما شروع میشه از همون زمان. این که ما شما میگین گذشته نداشتیم و آینده نداریم، آینده چرا نداریم؟ انسان زندگی میکنه، انسان آینده خودش را میسازه. طبیعت برای ما تعیین کرده که ما باید چیکار کنیم، در نهایت بمیریم. ما مرگ آگاه هستیم و از مرگ ما خبر هستیم. انسان یگانه موجودی است که از مرگ خود خبر است. به همین خاطر جوانی مثل تو امروز دنبال زندگی بعد از مرگ است. اگر ما خبر نمی بودیم که در نهایت میمیریم، ما چیکار میکردیم؟ ما دیگر دنبال زندگی بعد از مرگ نمی بودیم. یه موجودی که از مرگ خود آگاه هست، یعنی میدانه که در نهایت اگر در کوچه چپ هم بره، در کوچه راست هم بره، در نهایت میمیره. این مرگ آگاهی باعث شده که ما فانتزی داشته باشیم به نام زندگی بعد از مرگ. و وقتی ما خود ما را درون میکنیم در زندگی بعد از مرگ، مفهوم این یک زندگی کوتاه از دست میدیم. چرا؟ چون اگر برای شما بگویند که شما در این لاتری 1 میلیارد دلار آمریکایی را صاحب میشین و این 100% است، امروز از 2 میلیون تان بگذرین، شما از 2 میلیون چیک از 10 میلیون میگذرین. بنابراین زندگی بعد از مرگ یک لاتری مزخرف فانتزی بشر بوده که برای شما داده شده، معرفی شده، کدام نقدی نداره، همش نصیحه هست. و برای شما چی کرده؟ باعث شده که مفهوم زندگی اصلی را از شما بگیره.
مفهوم زندگی هستید از شما فانتزی بعد از مرگ گرفته و علتش چی است؟ چون ما میدانیم که بالاخره میمیریم، ما همه ما میدانیم که بالاخره میمیریم و میخاطر فانتزی سازی کردیم. یکی اومده زندگی بعد از مرگ بهش را معرفی کرده، یکی اومده زندگی بعد از مرگ گفته شما در وجود یک موجود دیگه میرین، او در میان سایر جانوران میاد چیکار میکنه؟ زندگی میکنه. یکی میگه اون سوسک که امروز زیر پاهای ما است، او اجداد ما است و روح اجداد ما در اون اومده. چرا؟ چون اجداد ما قبلا اشتباهات زیادی کرده بودن، چیزی به نام تناسخ داریم. هر کس فانتزی خودش را در مورد زندگی بعد از مرگ داره و ما یک فانتزی کلی در مورد زندگی بعد از مرگ نداریم. شما دیدین که در درمسال‌ها موش‌ها را اندوها شیر میدن. میدونین چرا موش را شیر میدن؟ لطش را؟ نوید جان؟ نه خیلی نمیفهمم. ببینین، چون در هندویزم ما چیزی داریم به نام تناسخ. اونا فرض میکنن، فکر میکنن اون موش‌هایی که امروز در کنارشان هستن، اونا از خودشان هستن، روح اجداد جاهلشان، اجداد ظالمشان، اجداد وحشیشان که انسان میکشتن، قتل میکردن، چی کرده؟ در وجود موش نسخ شده و این موش امروز امو اجدادش هست، فقط با یک روح دیگر، اما ازت خواهی میکنن با یک جسم دیگر. اونا همه این چی کار میکنن؟ موش‌ها را شیر میدن. این زندگی بعد از مرگ اندوها هست. زندگی بعد از مرگ مسلمانان سکس، بچه زیبا، دختر زیبا و شراب و آب سرد و سایه های سرد، نیازهای یک مرد عرب 1400 سال قبل. زندگی یک هندو، نیازهای یک فرد هندو. زندگی تناسخ مثلا در بودیزم یک تعریف دیگه داره، در هندویزم یک تعریف دیگه داره، در میان مسلمانان یک تعریف دیگه داره، مسیحیان یک تعریف دیگه دارن. هر کس به اساس میل شعور دسته جمعی اجتماعیشان چیکار کردن؟ خب بیشوری هم میتونم برش بگم. زندگی بعد از مرگ را ساختن تا مفهوم اصلی این جهان را از ما بگیرد. انسانی که به زندگی بهتر از این دنیا باور داره، علاقمندی زیادتر به خودکشی باید داشته باشه. انسانی که دنیای بعدی را از این دنیا خوبتر میدانه، باید بسیار زندگی پوچ داشته باشه. انسانی که دنیای بعد از مرگ را قشنگتر و رایگانتر و مفیدتر از این دنیا میدانه، نمیتونه در بعد این جهان ارزش خودش را پیدا کنه و یک انسان کاملا پوچ هست. شما وقتی به انسان زندگی بعد از مرگ را از این دنیا کرده زیباتر معرفی میکنین، شما چی کار میکنین؟ شما جنایتی میکنین که طرف را علاقمند زندگی تقلبی میکنین، در حالی که زندگی اصلی همینجا از در کنار ما، از در دست ما هست. متوجه شدین جان دلم؟ بنابراین زندگی که ما داریم، این زندگی را با فانتزی های دیگر نباید خراب کنیم. انسان با شعور، انسان با عقل، نظریه شاید همین باشه. خب سلامت باشین، فعلا وقتتون خوش. جانم تشکر عزیز. خب عزیزان دل، ما دوستان مسلمان را در برنامه دعوت کردیم از این اساتیدشان را بگذار که این علی را دوباره بالا بیارم. گفت مالا بالا بیاریم. تشکر نبید جان. آقا جان درود بر همگی، بر همگی دوستان عزیز، درود بر شفیعیار، درود بر آقا احسان، درود بر آقا مهسا، سارا خانم، آقا معراج، همگی 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 درود بر دوستان. کاوش عزیز یه چیزی واسهت میخوام بگم. این جلویی که رفتش که این خلقت بشریت رو میخوام با یه بیت شعر بهش بگم. میگه ذره خاک با زمین یکسان شد، قطره آبی با دریا شد، آمدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. آقا کاوش عزیز یه خواهشی ازت دارم به عنوان یه برادر، به عنوان یه دوست. اینایی که در حد سواد و معلوماتت نیستن نیار بالا دیگه، پرشون رو به خالی میزنن. یک کسایی اونایی که ادعای اسلامیتشون میزنن اونا رو بیار بالا، تو بایکوتشون کن، من لذت ببرم، من حالشو ببرم. الان 600 نفر، 700 نفر، 1000 نفر پایین لایوت، من دوست دارم بشینیم با همدیگه. اونا رو وقتی بایکوت میکنی، ببین برای بچه های افغانستان در زمان این مکافاتی که کشتن، اکثرشون بی سواد و کم معلوماتن، مثل من نوعی هن، مثل خود من ده، کم معلومات و کم زیاد سوادی ندارم. ازت خواهش میکنم این کسایی رو بیار بالا که من وقتی عکسای شما رو تو اون قاب ابوه کیه میبینم، خب همیشه رفتم بهش دریوری گفتم و یکی دو تا فیلم من گرفته. پویا جان ازت خواهش میکنیم کسایی رو بیار بالا که وقتی میایم بالا، من با این 600 نفر نشستیم این زیر، لذت میبریم از کمالاته، لذت میبریم. آقا کاوش
اینو حقیقت بهت میگم، من دوستت دارم و خدمتی که تو داری به این خلق افغانستان و ایران میکنی، این اسلامو داری موشکافی میکنی، درختت داره ریشه میزنه، درخت شفیع یار داره ریشه میزنه، با این واقعیت دارن دو دوتا رو میفهمن میشه چهارتا. این یه از طرف خودم یه تشکری از جناب علی بکنم، خیلی هم ممنونم ازت آوردی بالا. گویا جان ممنونم ازت که زحمت میکشی، به همه برای بچه گروه هم سلام میرسونم. خیلی خیلی آزاد اندیشی قشنگی داری آقا جون، دوستت دارم. من همیشه پایین لایو با تشکر سپاس تشکر مرداد عزیز رم بشنم. درود بر شما، درود بر شما کاوش عزیز، ممنون این فرصت رو به من دادی. بعد سعی میکنم که مثل سری قبل نباشم دیگه، کنترل از دست ندم و آرام صحبت کنم. کاوش عزیز، من از موقعی که برنامه های شما رو دنبال میکنم یاد گرفتم که سوالات خودم رو دنبال بکنم، مطرح بکنم، سوال بکنم. اگر خودم تونستم حل بکنم چه بهتر، اگر نتونستم با سن نفر در میون بذارم. وقتی میبینم برادران مسلمان، خواهران مسلمان میان بالا صحبت میکنن، هر کی به هر طریقی، و شما هم این گونه صحبت میکنی، یه سری سوالات توی ذهن من جمع شد و من از همون اول برنامه سوالات رو یادداشت کردم، اگر اجازه بدید. صدای من میاد؟ بفرمایید عزیز. کاوش عزیز، من چندین بار قبلنم از مسلمانان شنیدم که چندین آیه قرآن از بین رفته به دلیل اینکه اون زمان به خاطر جنگ و به خاطر آتش سوزی و به خاطر اینکه روی برگ خرما نوشتن بعضی از آیات و حدیثات و از بین رفته. من نمیدونم این حقیقت داره یا نه، و اگر حقیقت داشته باشه چطور شده که اون موقع محمد یا الله با این همه قدرتی که دارن یک کاغذی اختراع نکردن که آیات به این مهمی رو توش بنویسن که بعدها ملحدها، کافرهای مثل چینی این کاغذ رو اختراع نکنن؟ سوال دوم، من خواهشمندم از مسلمانان اگر بیان بالا، من بالاخره سوال دیگه. سوال دوم اینه که این جبرائیل بوده، کی بوده که می رفته بالا و می اومده پایین برای پیغمبر وحی می آورده، پیام ها را می آورده؟ خب معمولا الله توی یک کیلومتری یا دو کیلومتری بالای سر ما نیست، حتما خیلی 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 دور از ما. اگر امروز ما بخوایم با هواپیما و با جت و با ساتلیت و با نمیدونم امکانات فضایی امروز بخوایم بریم، میلیاردها دلار هزینه داره. الله خیلی دوره. خب چرا الله یه دونه موبایل اختراع نکرد، نفرستاد برای محمد که براش اسمس بده که این جبرئیل بیچاره هم اینقدر نیاد، نره، نیاد، نره، این همه راه رو طی نکنه؟ سوال بعد، ببخشید، نه همش سواله، من یک انسانم، این سوالها توی مغز من یک انسانم بالاخره. بعد سوال بعدی من اینه، این محمد، این الله که اینقدر قدرت داشتن، محمد با یک شمشیر تاق مثل الانسان زد این ماه و دو نصف کرد، فقر قرمه میگن چی میگن، چرا اون موقع این نفتی که توی عربستان بود در نیورد که یک اکتشافاتی، یک خدمتی به مخلوقش بکنه که لااقل کفش پا بکنن برن زنگ و این ور و اون ور؟ سوالات زیاده، وقت برنامه رو زیاد نمیگیرم، من خاتمه میدم با یکی دو تا سوال کوچیک دیگه. آیا این الله فقط کافی است عزیزه؟ چند تا سوال دوست عزیز، شما سه سوال همین پرسیدین و سوالای شما هیچ ربط به این برنامه نداره. یعنی سوالاتی هست که نباید شما از یک آزاد اندیش بپرسین، سوالاتی هست که باید شما برین در مسجد. مثلا گفتن از مسلمانان میپرسن، خب مسلمانان که جواب باید سوالش کردم که این قدرت الله که اینجوری بوده، این سه چهار تا مورد رو به من بگن در رابطه با موبایل و کاغذ و سلام. خب کی بگه برای شما آقای مرداد؟ مسلمانان عزیز اگر بیان بالا زحمت بکشن. کجا هستن مسلمانان؟ هستن اینجا، من میبینم تکستایی رو که مینویسن، میبینم که میان بالا میگن آقا شما چرا نقد میکنی، شما چرا از سیاست حرف نمیزنی، شما چرا، من میبینم این هستن اینجا مسلمانان الان. باش این سوالات رو لطفا برای من بفرستین، من یادداشت میکنم در لا بلای برنامه مسلمان کامات مست پیشان سوال میکنم، درسته است آقای مرداد؟
من چند تا سوال دیگه هم دارم چشم، من اینا رو همه رو برای بله بفرستین، همه سوالات رو بفرستین برای من. 100% من در لابلای برنامه ها من از مسلمانان سوال میکنم. من نمیدونم شما رو چیز دارم یا نه، میتونم براتون بنویسم یا نه. نیاز نیست که فالو و فالو بک داشته باشین، فقط بالای پروفایل من بزنید، قسمت گزینه پیام رو انتخاب کنید، پیام برای من. تمام سوالاتتون رو در یک پیام بفرستین، عالی میشه. من در لابلای برنامه بعدی یا این برنامه برنامه دیگر از مسلمانان عزیز سوالات شما رو پرسان میکنم. تشکر. قربان شما. سپاس از شما. تشکر از شما. بجان من یک مسئله را به دوستان در مورد یکی از مغالطات رایج اسلامگرایان که در برنامه هایشان میکنند که دیشب برای من دوستان چند تا ویدیو را فرستادن. البته در تلگرام دریافت کردم این ویدیوها را. مسلمانان یک مغالطه جدید را برای دفاع از پیامبرشان در مورد ازدواجش یا در مورد اون رابطه وحشتناکش با دختر 6 ساله یا دختر 9 ساله به اسم عایشه انجام میدن. عزیزان دل، امین دیشب ویدیوی تازه ای را از اسلامگرایان دوستان برای من فرستادن که استدلال مسلمانان برای این که بتوانند محمد را نجات بدن از اون کودک امسری و محمد در دادگاه و یا در محکمه مجرم و پیدوفایل معرفی نشه، یک مالکشی و بدبختی جدید را بنیان گذاری کردن. من خواستم اینجا برایتون جواب بدم که اگر در برنامه ایشان رفتید چون این استدلالی در برابرتان کردند، شما پاسخ داشته باشید. در این ویدیو اسلامگرای بیان میکنه که محمد وقتی با عایشه ازدواج میکنه، با دختر 6 ساله ازدواج میکنه، با دختر 9 ساله عمل زفاف یا همون زفاف اسلامیشان را، فرو کردن اسلامیشان را انجام میتن، میته پیامبرشان. خب سال اول، سال دوم تا 1000 سال قبل کسی به این عمل محمد فی نگرفته بود، خورده نگرفته بود. حالا چرا شما خورده میگیریم؟ ببینید دوستان عزیز، این استدلال مسلمان برای دفاع از پیدوفایل بودن پیامبر اسلام است. میگویند در وقتی که محمد ازدواج میکنه کس مشکل نداشت، 200 سال کس مشکل نداشت، 300 سال، 400 سال، 500، 1000، 1200 سال، 1300 سال. حالا در این زمان شما از کجا پیدا شدین که میخواین بگین محمد اون کارش کار زشتی بوده؟ اگر محمد ازدواجش با دختر 9 ساله و سکسش با دختر 9 ساله، تجاوزش بر دختر 9 ساله عمل بدی هست، خب پس چرا 1300 سال مردم سکوت کرده بودن؟ این استدلالشان بود. حالا ببینیم که این استدلال چی باری در خودش داره. دوستان عزیز، ما مغالطه داریم به نام مغالطه توسل و سنت. میتونین سرچش کنین در کتاب لست، در لست مغالطات کتاب آخای خندان هم آمده. مغالطه توسل و سنت. میگن این عمل درست است چون برای مدت طولانی چون این اعتقادی وجود داشته و کسی شکایت نکرده. ببینید دوستان عزیز، هر استدلال مسلمان یک مغالطه است. هر استدلال و هر گزاره ای را که مسلمان مطرح میکنه یک مغالطه است. این را برایتان 100% میگم. چرا؟ چون اسلام با همین مغالطات پیشرفت کرده و تنها همین مغالطات اسلام را نجات داده. مغالطه توسل و سنت. چون این عمل چیکار کرده؟ بسیار طولانی جریان داشته، کسی با این عمل مخالفت نکرده، پس این عمل عمل موجه است. مغالطه توسل و سنت. پیامبر اسلام با عایشه 9 ساله رابطه جنسی خودش را انجام داده و وقتی در جریان محکمه قرار میگیرن، پیامبر اسلام چی میگن؟ خب خودش که وجود ندارم، پیروانش چی میگن؟ 1400 سال، 1300 سال کسی شکایت نکرد. امروز شما شکایت میکنین. مثل این است که فرد قاتل بوده، 1400 سال، 1300 سال کسی به این فرد قاتل نگفته که قاتل است، قتل عمل بد است. بعد امروز افرادی پیدا شدن که میگوین قتل عمل بد است، تو باید محکمه شوی. میگه بابا
1300 سال کسی مرا محکمه نکرد، امروز شما آمدین مرا محکمه میکنید. این مثال در مورد کودک آزاری محمد پیامبر اسلام. میگن 1300 سال سکوت اختیار کرده بودن. خب حالا شما فرض کنید دوستان عزیز، اینم مغالطه توسل به سنت، مسلمانان به این مغالطه دوچار میشن و کوشش میکنن که چیکار کنن؟ محمد را نجات بدن. اما محمد را که با استدلال نمیشه نجات داد، محمد را با منطق نمیشه نجات داد، محمد را تنها میشه با مغالطه و همچنان همان مغالطه توسل به زور. ما بابا جان اگر در برابر پیامبر ما چیزی بگیم گردنت را هم میبریم، قتلتان میکنیم. یا مغالطه توسل به ترحم. مسلمانان ببینین امروز در فلسطین کشته میشن. ما در برابر هر فردی که کودکی را جانش را میگیره، آمریکا باشه، اسرائیل باشه، مسلمان باشه، یهود باشه، نصارا باشه، افغان باشه، ایرانی باشه، از هر کشور جهان که باشه، وقتی کودکی را میکشن نزد ما محکوم هست، باید به محکمه کشانده شود و نام اسرائیل، نام اسلام، نام یهودیت، نام مسیحیت، نام سایر ادیان نمیتونن ناجی این فرد باشه. اگر امروز جنایت اسرائیل در برابر مردم فلسطین انجام میده، اسرائیل باید به بند محکمه کشانده شود و باید چیکار کنن؟ افرادی که کودکان فلسطین را بمبارتمان میکنن باید مورد بازرسی قرار بگیرن. ما هیچ وقت دفاع از این اعمال جنایت آمیز و اعمالی که جنایت هستن در برابر مسلمانان حمایت نکردیم، حمایت نمیکنیم، چون امون عقلی که باعث شده من اسلام را ترک کنم، امون عقلی که باعث شده من امروز بیایم و به مردمم خدمت گذار باشم، امون عقل بالای من حکم میکنه که نباید از چی کسی؟ از اسرائیل در مسئله فلسطین دفاع کنم. اسرائیل نه برادرم است، نه پدرم است. حتی اگر برادرم هم از اسرائیل میبود، اگر پدرم هم از اون کشور میبود، همچنان من میامدم جنایتش را در برابر مردم فلسطین، در برابر کودکان و زنان فلسطین تقبیح میکردم. خب تقبیح کردن کار خوبی نیست، نیاز نداریم به تقبیح کردن. ما باید حداقل بیاییم چیکار کنیم؟ اگر نمیدانیم دفاع نکنیم از اسرائیل فلان و بهمان. خب این مشکلات میان یهود و مسلمان از در زمان محمد آغاز شده تا امروز جریان داره. تا امروز در زمان از زمان محمد که از یهود بنی قریظه شروع میشه، تا امروز دشمنی میان یهود و مسلمان جریان داره. اما ما بازم میبینیم اینجا که کودکان و زنان کشته میشن و مردان همین کودکان و زنان حماس را در میان خانه های اسرائیل جا میدن. حماس گروه تروریستی است، اما کودک فلسطینی تروریست نیست، زن فلسطینی تروریست نیست. همه زنان فلسطینی الان نمیتونیم بگیم زن تروریست نمیتونه باشه، میتونه، زنم میتونه تروریست باشه، مردم میتونه تروریست باشه. اما اون کودک فلسطینی که کشته میشه 6 ماه است، اون مفهوم تروریسم رو تونس نمیدونه. اون کودک 6 ساله فلسطینی تروریست نیست، مفهوم تروریسم رو نمیدونه. ما نباید بیایم بگیم بابا جان حالا حماس اونجاست، اسرائیل میتونه هم کودک را بکشه، هم حیوان را بکشه، هم انسان را در فلسطین جانش را بگیره. نه، اونا انسان هستن. حتی ما ویدیویی را دیدم همین چند روز قبل، زیادتر از 100 چند جسد گربه هایی که در محل زندگی میکردن به خاطر بمب‌افکنای اسرائیل، گربه ها جانشان را از دست داده بودن و کودکان را با ماشین های بزرگ عمل و نقل میکنن، یعنی با کاماز عمل و نقل میکنن. از بس جسد در این کشور، جسد کودکان فلسطینی متاسفانه فراوان هست. این عمل را چه کسی میتونه بیاید تایید کنه؟ یک انسانی که بی‌وجدان باشه، یک انسانی که مسلمان ستیز باشه، یک انسانی که وحشی و قاتل باشه. هیچ وقت یک انسان خوب نمیتونه بگه کشتن کودک فلسطینی درست است. یک انسان مفید، یک انسان عقده‌ای، یک انسان بدبخت، یک انسان بیمار، یک انسان سادیست میتونه بیاید بگه که بله اگر کودک فلسطینی کشته میشه خوبش میشه چون مسلمان است. این واقعا شرم‌آور است که بعضی آتیستا را من میبینم به خاطر بدبختیشان، بعضی‌هاشون البته تعداد بسیار کم است، میان میگن که پرچم فلسطین هم در پرچم اسرائیل را هم در پروفایلشون میگذارن. من نه پرچم فلسطین را میگذارم، نه پرچم اسرائیل را میگذارم. برای من مهم جان اون کودکی است که خونش میریزد. اون کودک اگر اسرائیلی هم باشه، اگر فلسطینی هم باشه، اگر عرب هم باشه، اگر غیر عرب هم باشه، از هر کشوری باشه، خون از اون برای من ارزش داره. نه پرچم کشورهایشان، نه دنبال پرچم کشور اسرائیلش هستم،
نه دنبال پرچم کشور فلسطینش هستم. من نیاز به پرچم های اونا ندارم. برای هیچ نیاز نیست که برم با کجا پرچم بلند کنم. تو بیا صحبت کن، اگر چیزی که میتونی انجام بدی صحبت هست بس. پرچم بلند کردن حزبی الله و فلان و بحران. نه بابا جان. با این شعارا وجه شما نمیرسه. و این دوست ما یک بار آمده بود صحبت کرد. پوی جانال دوباره آمدن بفرمایی میشنمش. درود به پویای عزیز و کاوش جان. ببخش من پیشتر آمدم و یک دو سوال داشتم. یک سوال فراموشم شد و خیلی دیر دوباره منتظر ماندم. بازم تشکر حالا آوردی. من یک سوال جواب سوال قبلی ما گرفتم و چیزی که فکر میکنم همی سری خلقت یا پیدایش انسان است که از نگاه بیگ بنگ همی تمام چیز از ماده به وجود آمده، مثلا همی انسان خودش، آیا در این زمان هم همون ماده است و چرا همون ماده روش نمیکنه و به انسان تبدیل نمیشه؟ مثال یا سوالت بسیار مشکل است عزیز من و مطالعه نداری در مورد این مسائل. مطالعه سوالتن دوست عزیز آرس عزیز، سوالتن نادرست از عزیز، به سوال نادرست نمیشه پاسخ درست داد عزیز. من متوجه شدم پویا جان. فقط عزیز من کتابخانه را یک لحظه فقط گلم کتابخانه را ما بنیانگذاری کردیم که شما کتاب بخونید. ما یک جمله داریم میگه فرد را از پاسخهایی که میده درستر نمیتونی بشناسی، فرد سوالهایی که میکنه میتونی درستر بشناسیش. یعنی شناخت افراد از سوالهایی که میکنن ساده تر است تا اینکه پاسخ بدن. این سوالت البته ناراحت نشی برای ما ثابت میکنه، ناراحت نشی جان دلم، ما واقعا برات مود از صدق دل برات میگم، از صداقت. بسیار 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 مطالعه نمیکنی، ایره میدانم که مطالعه نمیکنی، اما این کتابا رو من برای شما میگذارم، اونا رو که به خانواده خودم نمیگذارم جان دلم. درست است. چرا مطالعه نمیکنی این کتابا؟ مطالعه ندارم، ولی یک سوال است که همیشه برای من چی شده اگر نمیشه این مسائل در یک لایو از من یاد بگیری جان دلم، امکان داره من دروغ بگم برات؟ خب تو باید کتاب بخونی مطالعه کنی. درست است. حالا تو میگی مثلا چرا این قلم امروز آدم نمیشه، دیروز قلم آدم میشد یا ماده آدم میشد؟ خب این سوال سوال بسیار پیش پا افتاده است. آغاز همین پیدایش انسان و از نگاه اسلام اخو به فکر جور نمیه که مثال در قرآن نامد همین خلقت یا همین پیدایش انسان یا خلقت انسان، انسان اخو گفته که از چی به وجود آمده، ولی در ایوانات اشاره نشده ایوان چه قسم به وجود آمدن. و از نگاه بیگ بنگ هم هرچی که فکر میکنم بازم میگم اون ماده به اون زمان بود که یک دفعه ماده خلا شد انسان تکامل یافت، یا امون ماده برای فعلا هم هست، چرا حالی رشد نمیکنه مثلا امون ماده به انسان یا انسان از اون ماده رشد نمیکنه؟ خب برات گفتم عزیز برادر، باید حداقل خودت هم دیگه میگه یک قدم تو یک قدم ما. خب نمیشه که تو خودت مطالعه نکنی و همه مسائل علمی دانشگاهی رو اینجا از پویا یاد بگیری؟ محال است. من که این چیزهای رو یاد گرفتم تو فکر میکنی که من رفتم در زیر لایو کسیش نشستم یاد گرفتم؟ نه جان دلم، من مطالعه کردم، من مطالعه کردم یاد گرفتم. برای صادقانه میگم یه حرفایی که براتون میگم، من اینو از لایو کسی یاد نگرفتم. باید مطالعه کنیم. کتابخانه را که کتابخانه را که برنامه‌اش نساختیم دیگه جان دل، با شما ساختیم که شما بخونید. اوکیز دیگه، اگر یک جواب کوتاه بتن که همی از دین ما. خب من برات گفتم که فایده نداره. ببین عزیز من، شما میگین ماده، ما علم بسیار طولانی است این مسئله. کاوشن من فکر کنم اگر لطف کنی، کاوشن شاید دوست ما با کتابخانه آشنا نباشن، اگر لطف کنی آدرسش برایشان بگویی بهتر شاید باشه. برای بنویسه کتابخانه نسل آزادندیشان پیدا کنند دیگه. حالا به این شکل من بعضی اوقات احساس میکنم که این کتابخانه شاید برای من درآمد داشته باشه که من به دوستان میگم برین لطفا فالو کنید. عزیزان دل، اون کتابخانه برای من درآمد و فایده نداره، برای شما فایده داره. کتابی را که شما میخوانید برای خودتان مفید است، نه برای من کاوش. برای من یک فایده داره. برای من یک فایده داره. این فایده ای که شما این سوالات را از من نمیپرسین، بعدن خودتان میرین پیدا میکنین. ها درسته، به خاطر که من سواد آنچنانی ندارم، به مو خاطر. نه سواد داری، خط خواندن بلد هستی؟ اونقدر ها.
باید دیگه شروع کنی عزیز من. من 16 ساله وقتی بودم، 15 ساله بودم، مثل تو بودم دیگه. اما امروز 10 سال گذشته، میتونم به سوالات بسیار ساده پاسخ بدم، حداقل به سوالات ذهنی خودم پاسخ بدم. و این کتابا کمک میکنن جون دلم. من این کتابخونه رو نشان میتونم یک بار دیگه. اوکی، تشکر، تشکر. تشکر. زنده باش. برنامه علمی را باید شروع کنیم پویا. درد سر ما که زیاد است، از اسلام میریم بابا جان طرف علم، از علم میریم طرف اسلام، چه نمیشه مشخص. خب عزیزان، کتابخانه داریم به نام کتابخانه نسل آزاداندیشان، به این شکل بنویسیم. و Rethinker Generation Library بنویسین یا کتابخانه نسل آزاداندیشان. وقتی وارد کتابخانه میرین میشین، تمام مطالب کتابخانه رایگان در اختیارتان قرار میگیره. مثلا در این قسمت ها بینین که فتح الباری را کتاب بالا این کتاب میزنین به این شکل. وقتی زدین در حالت دانلود است، میبینین رایگان دانلود میکنین، کدام هزینه ای نداره، کدام مصرفی نداره، فقط از طرف شما سابسکرایب است. میل دارین، حتی اگر میل دارین سابسکرایب هم نکنین، فقط لینکش را فالو کنین، برای خودتان مفید است. برای ما هیچ فایده ای نداره که شما وارد این کتابخانه میشین یا نمیشین. بعد کتاب را باز میکنیم، مثلا پی دی افش را همین لحظه من دانلود کردم، حالا بازش میکنم، کتاب پی دی افش باز میشه. فتح الباری شرح مختصر صحیح بخاری جلد ششم، هر شش جلدش را در کتابخانه روزای قبل برای شما دوستان عزیز انداختم. یکی از مثالا بود، یکی از کتابایی که در کتابخانه ما بود، ما براتون آوردیم که چگونه از این کتابا میتونین چیکونین استفاده کنین و مستفید شوین. این کتابا را برای شما دوستان میندازم، شما این کتابا را نمیخونین. حالا بخونین بابا جان کتابا را، مطالعه کنین، ما برای مطالعه شما میندازم. جامعه‌ای که مطالعه نمیکنه منقرض شده است. حالا شما میبینید در کشورهای خارجی فرد که تا معتاد الکل است، در جیب خود یک کتابک کوچک داره. شما هر جایی که میرین، در اتوبوس بالا میشین، زن و مردشان مطالعه میکنه. به همین خاطر است که طالب بالایشان حکومت نمیکنه. چرا طالب بالای ما حکومت میکنه؟ چون ما مشکل داریم با مطالعه. ما نمیخوانیم، ما درس نمیخوانیم. ما در دوره مکتب هم میخوندیم که امتحان بدیم، فارغ شویم، بریم بابا جان دکتر شویم، پول پیدا کنیم، سرمایه دار شویم. حالا شما لطفا خودتان کوشش کنین که مطالعه کنین. بابا جان دیگه لیسه نباید ما برایتان نصیحت کنم که مطالعه کنیم. من دوره مکتب بسیار بازیگوش بودم، هیچی نمیدونست، اما کوشش کنیم مطالعه کنیم. پویا جان دیگر دوستان نداریم، استاد برنامه رو ببندیم، برنامه آریا شروع میشه لحظات بعد. من فکر کنم که هست، نمیدونم دیگه، یک دوست دیگر هم میخوای بالا بریم یا میخوایم برنامه رو از آریا جان فکر کنم همین هفته پیش شروع شده دیگه برنامه شون. پس بریم در کفایت میکنه پویا جان، برنامه آریا جان دوستان برن کفایت میکنه. پس از آریا عالی هست، عالی هست. سپاس کاوش عزیز، زحمت کشیدید دیگه. من میدونم در این آخر زیاد ناراحت شدید، متاثر میشدم واقعا. خب میشی دیگه، بخوای نخوای میشی. خب عزیزان میریم به برنامه آریا جان. من خواستم تا وقتی که آریا برنامه شروع میشه برنامه رو ببندم. عهد و پیمان ما همی بود. فعلا اوقات خوش برایتان تمنا دارم. پویا جان حرفی داری بفرمایید. نه سپاس از عزیز. سپاس از همه عزیزان، زحمت کشیدین، سپاس از همه شما، از خودت، از عزیزانی که در مدیراتور هستن، در یوتیوب، در تیک تاک، از همه سپاسگزاری میکنم.